2004 یوبیسافت در موقعیتی فوق‌العاده قرار داشت. این کمپانی فرانسوی بعد از 18 سال موفق شده بود با دو عنوان اسپلینتر سل و پرنس آف پرژا سنز اف تایم به جرگه قولهای صنعت بازی بپیونده. برای همین ساخت نسخه نکست جن پینس آف پرژا به اولویت اصلی یوبی ساف تبدیل شد اما پاتریس دسیله کارگردان سنز آف تایم به دنبال ساخت اثری کاملا جدید با مشخصات نسل هفتم عنوانی که هرچند در ابتدا با وکنش های نچندان مثبت مدیران یوبی ساف روبرو شد اما در نهایت موفق در این آی پی تاریخ این کمپانی نام گرفت آی پی که امروز اون رو با نام اساسینز کرید میشناسیم سلام علیکم سلام علیکم خوبی سلام سلامتی به پایان رسیدیم دفتر حکایت همچنان باقی بله قسمت آخر این فصل از بازیکست رسیدیم البته که ما یه قسمت کامنت داریم نیمچه قسمت دیگه اون خیلی کار خاصی نداره می‌خواستیم بریم جدا ضبطش با هم ضبطش کنیم مثل سری قبلی این پرونده چون طولانیه فکر نکنم نمی‌خوان محدودیت زمانی رو بردارن برای چیز تردد در شهر من چی از من اینا شما شاید گفتم شاید اینساید نیوز چیزی داری و اینا. نه من خودم هم سوال شما بود قشنگ سیستم ضبطمون رو دوچار بحران کرده چون ما تا تایمی سر کاریم بعد بودو بودو بعد بیایم اینجا زبط بکنیم از اون بودو بودو فرار کنیم بریم قبلا مثلا باز بود تهش دیگه یعنی اگه الانم محدودیت نبود فکرم قسمت جی تی ها هر کدوم چهار ساعت میشد چند ساعت شد قسمت جی تی ها ساعت, ساعت شد ساعت. نه هر کدوم هر کدوم دو ساعت و دو ساعت و فکر, نیم. فکر میکنم اگر دو ساعت محدودیت و... این شکلی نداشتیم میرفت و چهار ساعت و اینا تازه ما خیلی موقع میاریم روزای تعطیلمون رو فدا میکنیم دیگه اصلا خراب مخاطب <تصال> همه چیز برای مخاطب که کانتنت درجه خوب, خوب مشکلی بگیرم امروز داستان ساخت اساسینس کرید رو میخواییم بریم درخواست زیاد داشتیم اگر تا آدم متوجه نشده توضیح <تصال> میدم <تصال> <تصال> و گفتیم خب این قسمت بریم ما یه دونه بین این فصل و فصل بعدی یه دونه اپیزود بونوس هم داریم اگه گفتین چیه آره خودم رو نمیدونیم هنوز چیه من میدونم نه من میدونم نمیدونیم من دست پشت پردم میدونم <تصحق> <تصحق> همه چی در جریانم <تصحق> و حالا اون قسمت بعدی که کامنت بیشتر در مورد مثلا برنامه همون صحبت میکنیم و اینکه حالا یه سری چون ما همیشه برنامه خیلی مخاطب محور سعی کردیم باشه و به نظرت شما احترام بزنیم و چیزایی که دوست دارید رو انجام بدیم قسمت بعدی کامل میم راجع به صحبت میکنیم چون فکر کنم این سیزن داریم. آره این این سیزن تقریبا حدود 5-6 قسمتش کاملا مرسا نظرت شما بود ما رفتیم یه چند تا قسمت هم خب واسه اینکه دیگه توی یه جو. توی فاز خاصی مثلا نیافته همش مثلا میکینگ نباشه یه مقدارم شکست باشه یه مقدارم اتفاقات عجیب غریب باشه برای اولین بارم این فصل یه دونه قسمت سینما محور رفتیم که باز هم مرتبط بازی بود یعنی اگه در آینده هم بخوایم اپیزود سینمایی بریم باز مرتبط به بازیه جدا نمیشیم از خطی که داشتیم و اینطوری خب چه خبر آقا چیکار کردی ما بازی خیلی وقت نکردم چون یه سری کارهای شخصی داشتم انجام میدادم حالا به زودی صداش در میاد <تصفح> منتظر باشید <تصفح> خبرهای جالبی در راهه آره درگیر این کارا بودم فرصت چون همه ستاپم هم و این رو هوا بود فرصت نکردم خیلی بازی بکنم یه دونه ارزم خدمتتون که بک فور بلاد بازی کردم اونم برای نوشان نقدش بودش اصلا قرار نبودم من نقد بکنم منتقدش متاسفانه جواد من گفتم پیروی پرویسی شاید به خدا تو چرا اینجوری میکنی کسرا جواد متاسفانه کرونا گرفته البته حالش خوبه الان گذشته الان فکر کنم یه ده روزی از کرونا گرفتنش گذشته خدا رو شکر حالش استیبل چون واکسن هم زده بودش خیلی چیز نشد شدید نشدش ولی با این حال چون لازمه که بدونیم واکسن هم زده بودند و سه هفته هم گذشته بود از واکسنش و کرونا گرفتش با اینکه خیلی هم راحت با مصاحبه با خود سازنده بود. آره متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم اسمش چی بذاری ما یک ماه پیش مصاحبه یا با تهیه تر... 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 کننده ارشد استودیو ترتر را گرفتیم اه... که دقیقا زمان تست بتای بک بلاد بودش خیلی تو این اپلیکیشن زوم مصاحبه انجام شد چون خیلی اپلیکیشن زیبا و مزخرفی هستش یه مقدار دردسر داشتیم برای داستان ریکوردش و اینا و البته چون م... مسئول پیار وارنر هم یه پای مصاحبه بود و حضور داشت خیلی محدودیت و اذیت داشتیم به خصوص بحث ضبطش قرار شدش که برام یعنی قرار شد که اونا ضبط بکنن چون به ما اجازه ندادن که ضبط بکنیم مصاحبه رو و فایلش رو سریع بهمون به برسونن که ما طول آره ما ترجمهش رو انجام بدیم چون مصاحبه کامل انگلیسی انجام شدش دیگه طول خیلی از ادا در وارنر سر رسوندن فایل مصاحبه دیر شد دیر شد رسید به لانچ بازی الان هست مصاحبه حالا مصاحبه رو نمیدونم آخر چیکارش کنم جدا بدیم تو نقدش بکنیم نه نمید. دست نمیدین حالا یا کامل یا یه بخشش رو خواهید دید تو چنل یوتیوب بازیسن اگر چنل یوتیوب بازیسن رو سابسکرایب کنین بل نوتیفیکیشنش رو بزنین و این پست شیر رو لایک کنین میتونین مصاحبه <تص> مصاحبه رو نگاه بکنین نقدش هم من بازی کردم هرچند خیلی قبل لانچ درد سر بود نقد کردنش بازی آنلاینه همه در دسترس نمودن مجبور بودم تکی برم بازی کنم کلا تو داستان بود نقد کردنش و اینا فکر میکنم الان که داریم پادکست گوش میکنین نقدش اومده دیگه آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه بازی هم خوبه به نظرم فقط تنها مشکل بزرگی که داره ممکنه برای خیلی دردسر اساس بشه اینه که واقعا بعد حداقل با دو نفر دیگه یعنی تیم چهار نفره حداقل سه نفرشون کدی باشین که بتونین درست بازی کنین چون ملت واقعا اعتقادی به تیم ورک و اینا ندارن کلا توی فضای آنلاین خیلی هم تاکسیک هستن ارزم <applause> خدمتتون که بازی آره فقط من در حدی درگیر بودم که وارزونم بازی نکردم یه دو هفته از کلن فقط بک بلاد بازی کردم برای نقدش تو چی بازی کردی من گوسترانر رو بازی کردم رو PS5 تمومشم کردم خیلی چالش سختی اشمت هم بود قبل صحبت کرده بودیم نه گفتم یه بازی دارم بازی, بازی, بازی میکنم هم. نگفتم چی آها بود آره. که خیلی بازی فایف. سختی هم بود البته میدونستم سخته ولی دلوقت. علاوه بر اینکه خود بازی سخت بود با دستم سختتر شده بود یعنی حالا درست یه سری حالا مثلا شبیه به چیزایی مثل ایم ها تو بازی هست ولی من که تستش نکردم از اون طرفم هم رو خود کنترل دیفالت بازی مثلا یه مشکلی که داره اینه که شما خیلی موومنتتون ثانیه به ثانیه چون با یه, دونه تیر شما مردی آه. با یک ضربه یه دونه تیر شما مردی و یه مشکلی که مثلا داشت برای من یه مدتی اسام خورد کرد بعد خودم درستش کردم رفتم کنترلش رو عوض کردم چون این بت میده که با, با توجه به اینکه مثلا خودت هر دکمه رو بذاری کنترل مپ داره آره. این بودش که مثلا با ال خیلی مثلا موقعی که میخوای اسلوموشن کنی از تیرا در بری اون علاوه بر اینکه با آنالوگ چپ این اون ورم ور میکنی ال هم بزنی اون اسپشیال مووته بعد اینا هی قاطی میشد اون بس میخواد تکون بخوره آره. فشار میده منطقیه تو بازی اینجوری که خیلی پرفشارن تو یه دست فشار زیادی رو آنالوگ میاری اون دکمه یه تعداد میکرده. زیادی هم مردم خیلی مردم به شدت اصلا بازی فور ب... آخه مثلا هاتلاینه آره چون مثلا اصلا شبیه هاتلاینه من خوش آمد اونم با یه ضربه مردی و مرگ زیاد توش مشکل نداره شما فقط باید اونقدر مصمم باشی بری اونجا رو اصلا میدم گفتم تو سخت مثلا من خیلی هیچ وقت فاز سلزینه ندارم بعد بازی سخت بعد سری باشه من من سریعا یعنی اینجوریه باید کلی چیزش نمیکنم سریق خودم میگم ولی خب خوبه چالشم. چه چطور جرئت میکنی به دارک سولز توهین <applause> میکنی میدونی می که گرافیک اصلا مهم نیست تو دارک سولز آقا غلط کردی نقد پیسیش من نوشته بودم کی اومده بود پیسیش؟ PC؟ پیسیش سال پیش اومده بود سال پیش, پیش, پیش اومده بود آره. الان نسخه, PS4 نسخه کنسولی و چیزش اومده بود آره ولی مثلا باگماگ هم داشت نسخه پیس فورش فکر کنم <تصال> <ا> <تصال> <پور. آه>، فور یا فایف فور استاتر داشت یکم آه. ولی فایوش خیلی اوکی بود موسیقی که بی یعنی اصلا اینو باید با هدفون بازی مرگی نداره موسیقی این <تصال> 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 بازی گیم پلی هم عالی ولی یکی دو لول آخر احسابمو خورد کرد نه کمبت بازی پلاتفورمینگش یعنی دیوونم که قشن سوپر میت بایی میشه دوتا لول آخرش <دصال> <تصال> <تصال> و نکتهش اینه که میگم باز با دسته کم سخت بازیه با موس راحت تر حالا محمد چون جفتش هم بازی کرده فکر کنم راحت هم. من پی بازی نکردم پی اس بازی کردم تمام کردم ولی محمد چون جفتش بازی کرده فکر کنم برق بده واقعا سخت یکم <تصفح> بود دست حالا من اون داستان اسیستا نمیدونم تو هم که تست نکردی ممکنه اونا راحت یه تست میذارن قبل اینکه نقدشو بنویسم. آره یه تستی بکن حتما اسیستاش ببین شاید اسیستا یه مشکلی هم داشت من فایل این بعد دانلود شد بازی مشکل پیدا کرد یه لوله بازی بود بعد بازی اینجوریه که حالت استیج استیجه مثل مثلا بازی فایتینگ میمونه سیستم سیوشه یعنی مثلا شما میری توی یه مپ یه مپ کوچیک 5 تا انمی همه جای مختلف هم و جا ثابته شما اینو وقتی میزنی بازی سیو میکنه ولی اگه خاموش کنی یا بیای بیرون بیای از اول لول میاد آره. یه لول بود من نمیدونم این بد ریخته بود رو سیستم مشکلش بود این لوله 10 دقیقه که توش بودی موزیک مشکل پیدا میکرد قطع میشد پنج دقیقه بعدش باگ باید میزد گیر میکرد بازی <applause> و من هی لول رو دوباره از اول میرم یعنی اصابم رو خورد کرد هی لول رو دوباره از اول میرفتم یه آخر سر تو اون تایم 10 دقیقه 15 دقیقه که باید میزد من زودتر اون لول رو تمام کردم خیلی عذیت کرد اون, اون یه لول مشکل دیگه ای مثلا یکی دو جای بازی هم دوباره مشکل پیدا کرد بیاد بیرون از سیستم دوباره بره ولی اون لول چون سخت بود و توی تایم خاصی بایک پیدا میکرد خیلی آسان خورد کرد با اینکه یه سری جاش اصاب خورد کن بود تجربهش ولی بازی خوبیه حال میده آره جزابه. البته بعد اهل این که آره. بری مثلا هر لول پنجا بار کتلتت کنن دوباره بیای و تصمیم داشته باشی خیلی هم رو آزمون و خطاست خیلی دبقی. جا اصلا ببینید ببینی داستان چه کجا انمی وجود داره چجوری جوری میتونه اون انمی به کجا چه شکلی تیر میزنه من مثلا لول یکی دو لول اول مثلا هر لول 100 بار میمردم لیترلی ب... صد بارا بهترین توصیفش بعد... این میتونه باشه هاتلاین آره پرسن. بعد میگفتم خدایا من نوبم در سنجه رفتم مثلا توی سری همه همین ویدوهایی که یارو مثلا بدون مرگ رفته یه لول مثلا ویدیو گوش تو 5 دقیقه رفته بعد همه کامنت میذارن که آقا ما خیلی تای لول مثلا یکی زد من 180 بار سر این لول مردم <applause> اصلا خود بازی با این تفکر ساخته شده چون هر موقع که لول تمام میشه به شما میده مثلا میگه که کالکتیبل ها رو جمع کردی مثلا سه تا کالکتیبل رو جمع کردی چند بار مردی بهت میگه چند بار مردی و نکتهش اینه که خیلی هم پترنه مهم یعنی شما میای تو لول بعد مثلا اوایل که میمیری بعد ببینید دقیقا یعنی تو ثانیه ثانیه این بازی تاثیر داره که کجا به پری چجوری به پری بعد یه نکته خیلی جالبی داره مپش مپش مثلا میگم شما آقا مثلا چهار نفر اونجا دو تا مانه پلتفرم میگم اینجوری هر انمی هم خب براست قدرتش یه مدلی شما رو اذیت میکنه منتها نکته جالبش اینه که تو هر لول مدلی طراحی شده این لول خیلی قویه که شما از یک مسیر فقط لزوما نمیشه دشمن مثلا سه تا مسیر مختلفه شما میتونی به ترتیب هر کدوم که فکر میکنی راحت واسه اتمام اون بخش بری جلو و اینش خیلی جالب بود و من مدت‌ها مثلا بازی چالش برانگیز اینجوری انجام ندادم ولی خوب آدم بازی میکنم برای اون حس به نظرم من بزرگترین ضعفش داستانشه خیلی داستانش بنده آره داستانش اونقدر وسط مسط... این درگیریه میاد هی تو گوش هر نمیفهمم مثلا تو اون بازی کاتسین نداره عملا یعنی یه دونه کاتسین اوله یه دونه مثلا یه کوچولو مثلا لول آخر دو جاش کاتسین تو داره خیلی کوتاهه داستانش هم بد نیست اتفاقا نمیگم خیلی خوبه ولی بد نیست مونتا مثلا اینکه که وسط کمبت و بالا پایین پر اصلا تو وقت نمی کنی ویز ویز میکنه با من اصلا نمیفهم تو چی میگی ببندن ولی جالبه یعنی ب... 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 مثلا اگه از اونایی باشید مثلا چه میدونم از فیلم های مثل اوزی فضایی خوشتون میاد از قیام هوش مصنوعی اینا جالبه اصلا داستانه داستان واقعا داستان خ... نسبتا خوبیه ولی مدل روایتش اینجوریه که من خودم اصلا نصف داستان نفهمم این چی داره میگه چون درگیر فایت دار بعد نکته جالبش میشه تو هر لحظه که بمیری برگردی یا رو دیالوگر ادامه همون قبلی رو میگه چون اصلا بازی با ذاتش اینه که بعد بمیری هی آره. سر همین نمیفهم موزیک هم موزیک هم, 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 همین آره. همچنان داره, داره ادامه پیدا میکنه آره. و آره. کلا این نکته چه کم میگم اصلا فاز چیز داره فاز این بازیه که بعد بمیری برگردی لایک نمیشه دقیقا گفت ولی نکته بازی جالبه. آره گرافیکش هم خیلی خوبه ریتریسینگ داره 60 فریم 4K خوراک ریتریسینگ رو همه جا پادل و آب و نیون و, و یه چیزی هم هست بهترین بازی پانکی که اومده جالبه بازی ما لهستانه ولی واقعا بازی هم پانک بهتره با اینکه تیم کوچکم هم ساخته ولی خوبه یعنی کسی که این بازی رو ساخته یا اون تیمی که ساختن آخه یه تیم بوده با تیمایی دیگه هم بهش کمک کردن آره. امتیاز بازیش هم فروختن چند وقت پیش مثلا فکر کنم 5 میلیون 6 میلیون ناشره فروخت به یکی یادم آره خب چون بازی هم خوب فروخته بود دیگه نکتهش اینه که میدونست از اول تا ته میخوان چیکار کنن تو بازی اینش خیلی خوبه بعد همون لول اول بازی استراتیجی سایبرپانک هم داره وی هاو سیتی تو برن سامورایو داره اما اول خودش شخص هم فاز سامورایی سایبرپانک دیگه ولی واقعا بهتره این کجا اون کجا آره بازی همینا بود بازی اینا بودش فیلم چی دیدیم آقا چی دیدیم خود تکی فیلم چی دیدی من تکی فقط یه ب... چیز دیدم یه اپیزود این سریال نتفلیکس چیسناتمن چی بود چسناتسمن چسناتسمن یه اپیزود او اونو دیدم در اینه که یه اپیزود دیده بودم برمیگرده به اینکه آقا ما میدنایت مسو که گفتیم دیدیم اسکوید گیم هم کامل دیدیم از اون موقع خب آره اون موقع کامل دیدیم بعد میدنایت مسو رو روندش کنده اسکویت گیم خیلی تنده بعد چیز من از میدنایت مس سه برابر کنتره سریال از این اروپایی بعد کنده ها خوب خوی ساخته ولی بعد اسکویت گیمی اصلا مغز منم هم زدم اسپید بودی تو اسپید بودم ولی نظر چیه؟ راجبه اسکویت گیم اسکوید گیم به عنوان یک محصول فان سرگرم کننده به نظرم خیلی جوابه آره خیلی محصول فان سرگرم ایناه کننده اینایی که میگم خوشمون نایمد حالا مثلا حملت نایمدی نگاه کنی که سریال ای برای نتفلیکس طرف و دیده این که بیشتری مخاطب ممکن سریال رو ببینم میسازه دیگه نمیاد اثر هنری تو نتفلیکس به عنوان سریال بده که به نظرم اوکی یعنی هدفش رو کاملا میرسونه و درست تو هم بعد آه مسئله که داره اینه که تو لزوما چیز بدی توش نمی ضعیفی توش نمیتونی پیدا بکنی به اون شکل حالا ممکنه چیزی باگ داشته باشه داستانش رو اینا ولی چیزی که تو ذوقت بزنه یا بگی مثلا خیلی ضعیفه این تیکر یه سطح کوالیتی خوبی داره کیفیت خوبی داره از اول تا آخر میره پایان بندش هم به نظرم خب جوابه... یه مشکلی هست به نظرم حالا به اسکوید گیم نداره بیشتر بحث اینه که خب وقتی یه سی ترند میشه آره یعنی این بخش بعدش هست میدونی چرا به این... نه به این دلیل که کیفیت کار اونجا فقط مهم نیست بخاطر اینکه تو ما حالا زود دیدیم نسبتاً آره، ولی م... تو موقعی دیلیم. که میخوای همچین اثری رو ببینی این فوت و اطلاعاتی که داری از خود سریال نیست از چیزایی که تو تو نت میبینی از شبکه های اجتماعی و چیزهای مختلف تو تو بیای ببینی اصلا حالش دیگه نابود شده دایم. و خب یه سه طبیعیه کلا من فکر دو فصل پیش بود یه سوال راجع به مسئله از اون پرسیدم گفتیم هر چیز ترند بشه کلا جنبه بد داره این در مورد اسکوید گیم هم چیز, هم چیز میشه اصولا حالا ممکنه مشخصه برای بعضیا باشه یه چیزی رو ازش تعریف زیاد بشه این سطح انتظار انقدر میره بالا میره بالا میره بالا تو هیچ جوری نمیتونی اون راضی بکنی یعنی من شخصا خودم اینو دیدم که به یه نفر مثلا میام یه چیزی, مع... یه, چیزی مع... یه چیز غیر معروف خوب و معرفی میکنم که میگم برو تمشا کن خیلی بهش پر و بال بدم تعریف از... کنم میره تو ذوقش میخوره یکی از بچه هم بود اتفاقا این که میگم بچه منظورم بچه نیست بچه. <تص> آره بچه. این فیلم چیز ما معرفی کرده بودیم امتیمن <applause> خوشش نیومده بود کیو دقیقا داری میگی؟ یک از دوستانی هست که همش کامنت میذاره با سمون آها آها آره. آها تو کامنت ها آره من آره. رفقای خودمون نه نه. میگی. دیده بودم یه نفر گفته آره، خیلی مثلا همیشه هم کامنت میذاره و با محبت داره خوشش نیومده بود و خب البته خب از یه منظر ت... بحث صدیقه یه طرف از این منظرم که ما انقدر تعریف کردیم ممکن مثلا یه نفری یکی انقدر تعریف کنه بگی خب الان قراره مثلا بهترین اثر تاریخ رو ببینم و سنجه اون... گذاشته بودم برای بهترین توی تاپیک مووی سنتر برای ام. بهترین فیلم ترسناک تاریخ بود نمیدونم چی بود حالا بعد خوردش کرده بودن یه مثلا پنج تا فیلم چند روز از سنجه بوده من تاپیکو چک میکنم خیلی فعالیت نوشتن و اینا ندارم ولی چک میکنم ببینم چه خبره بیشتر از این جهت چک میکنم که ببینم بقیه چی میبینن, چی میبینن. آره ببینم آیا اون چیزایی که من میبینم بقیه هم میبینن یا بلکس چیز نیدم من خوبه برم نگاه بکنم امتی من توی یکی این از سنجی ها بود نمیدونم, نمیدونم نزده سنجی رو کی گذینه هاش رو تقییم میکرد من رفتم بقیه فیلم خفن تر بودم ولی من گفتم بند خدا نعیفه ناشناسه و اینا بریم یه رعی بهش بدیم فکر دو نفر دیگه رای من یکی بوده بود از یوزر داشت بابا طالبی بود بوده تو رفته به امتیاز رای بده رفته بیرو خیلی چیز اتفاق افتاده بود مشخص بود ببین آخه نکته جالب ترسناک خیلی سلیقه خیلی خیلی یعنی از ژانرهای دیگه به مراتب به نظرم سلیقه‌ای تره یعنی به شدت به طرز فکر رو دید خود طرف اصلا اینکه آقا یه چیزی تو رو میترسونه منو نمیترسونه یا بالعکس این باعث میشه کلا روی کرد و شما نسبت به اثر ترسناک بتونه کاملا متقاضی سلیقه‌ای باشه آخه بعد با مسئله سر که تو این چند ساله خب فیلم های ترسناک به یه بمبستی رسیده بودن تو سبک آره. و ژانرشون ما خیلی فیلم های ترسناک معنا محور میبینیم و این صرفا همه خوششون نمیاد یعنی ممکنه مثلا یه نفری خیلی اطلاعات از فیلم داره میام میام بابا روشن فکر بابا معناگرا <تصح> نه مثلا مثل میدنایت ماس آره. میدنایت ماس همین جوری دیگه ترسناک سه تا س کانس داره مثلا که تو یه لحظه جامپ هم اونجوری نیست مثلا سه چهار تا صحنه ای که با صدا مثلا اگه ببینی ممکنه یه لحظه قلقلکت بده ولی کلا ذات سریاله بیشتر برسه دیالوگی و دیالوگاش واقعا دیالوگ عمیقی ولی اگه مثلا توی فیلم ترسناک باز باشی که بگی آقا من ترجمه فیلم درام ببینم تو ترسناک ببینم اینا رو بهم بگی یا به هر دلیل ممکن خوشت نیاد خب میگم انقدر جان ترسناک چند شاخه شده و متاسفانه تا سالها درگیر کلیشه بوده که طبیعی هم هست من فکر کنم تو دایرکت ویدیو هیچ جانی از ترسناک می ویدیو نداشته به باشه مثلا همین هالووین کیلز که اومده آره. قسمت دوم این سگان جدیده هالووین آره. دیگه قسمت قبلش خوب بود خوب بود این اومده الان متاش من گفتم گن زدن دیگه و اینو ولی رفتم خوندم دیدم یه سری از فنای هالوین یک جان کارپنتر. از این خوششون اومده چون تمرکز فیلم فقط روی اینه که این شخص اصلی چی بود مایز این فقط بره چیز کنه تمرکزش اینه که میره هی آدم میکشه به شکلهای مختلف و اینا یه تعداد زیادی آدم اون طرفدار اون فیلم اصلی از این مثل اینکه خوششون اومده بوده ولی خب مثلا برای ما خیلی جذابیتی نداره چون این مدت هاستی که کلیشه ای شده حالا شاید یکی فازمون اون اسلشر توره رو داشته باشه یکی فاز این داشته باشه که درامش بیشتر باشه یکی فاز مثلا هم کالتی داره خیلی سلیقه آره، خیلی رو کیفیت حالا یه سری هست ما فیلم خودمون داریم ک... ما خودمون تو جای داریم زنده میکنیم هر سوم داریم میبینیم آره هارر لایف هارر مووی نیست لایفه ها. سایکولوژیکال سای... هارر لایفه ها در اصل آره. قیمت ها رو می بینیم کافیه جامپ در یخ شده باز میکنی سوپرمارکت جامپ اسکیل پنی سه برابر شد شیر آقا از ترسان که ذره بیاییم بیرون یه فیلم هم دیدیم فیلم دیدیم آره کارت کانتر رو دیدیم با هم آره من خیلی خوش آمد فیلم خوب بودش یه مقدار میشد پیسش رو به نظر من سریعتر تر بکنن یعنی میشد بلندنم. نویسنده کارگردانش همون نویسنده تاکسی درایور فکر کنم ریجینگ بودم خودش نوشته بود نمید. اگه اشتباه نکنم آه. من عذرخواهی میکنم چی شد تلفن رو گوش نداره برنامه زنده ام. نیستش ولی من سر زبطم <applause> ما دیگه داریم براتون محتوا رو به شکل خام و را تولید میکنیم که ببینید مشکلات همینجوری میان رو میرن و فلان آره. این داستان ها اینا هم بخشی از ماجراست یه شما تو مستنده او... رو اول بگو آقا بزن اول من اسمش بگو بس هر نشستید دیدی آه ها میخوام کردیتش رو به خودم بدم <تصفح> آه. اینو اه... ما دنبال یه چیز یه مستند دیگه رسیدی مثلا تو بحث سر مستند بود بعد محمدشون گفت میکفت... چون محمد خیلی چند سال مستند داره زیاد میبینه بعد توش بحث سر مستند میکرد گفتم با من یه مستند به تو میگم تو برو ببین نمی‌بینی. نمیبینی یه فیلمیه به اسم The تیم Blue Line. <applause> <applause> میوم کلمت کسا میگه من نایده بودم اون اولین باری که گفت نایده بودم بعد یه دفعه دیگه گفت من رفته بودم دیده بودم دفعه سومی که اومده و گفت چون حافظ زیبایی دارم بهش گفتم ندیدم کلی هم ترکون ما رو رفتم فیلم رو دانلود کردم سه ثانیه اول شدیدم نه که اینو دیدم که من یعنی همون شخص اصلی نشسته دارم مصاحبه میکنن دیدم دیدم میداد. <تص> <applause> خیلی مستند خفن، خفن. خفنه خیلی, خفن. مستند انقدر خفنه اسمش رو یه تین بلو لاین آره آه. و نکتهش اینه که راجبه یه بابایی که الکی افتاده زندان راجبه جنایت قتلی که مرتکب نشده بعد این اومده همه اون سکانس ها رو کارگردانه به صورت فیلم سینمایی بازسازی کرده حالا شام میبینی احساس کنی داری فیلم سینمایی میبینی آهنگساز آه این مستنده یه کاری خیلی سال پیش که فیلیپ گلس فیلیپ گلس فیلیپ گلس فیلم فیلیپ گلس یه مستندی داره از این مستندا که فقط تصویره نان نریتیو آره دقیقا روایت ندارم و من به محمد گفتم اینو ببین عباسم دیده بود گفت تاکید کرد که حتما برو ببین بعد اسم مستند رو کلی بدبختی گیر آوردیم بز من بگم کویانیس کاتسی لعنتی چجوری هر دفعه من اسپلشو برای اونایی که صوتی دارن گوش میکنم بگو نه یادمون K O Y A A N I S Q A T S I اصلا اینا رو میذاری کنار هم دیگه این اسم دارو میمونه کویان کویان کویا نیس کاتسی کویا نیس کاتسی این در از آهنگسازش همون فیلیپ گلس که کس از ما میخواستیم اسم فیلمو رو پیدا کنیم از تو پیج ویکیپدیا فیلیپ گلاس رفتیم تا اسم فیلم رو پیدا کنیم این اساس نمیتونستی تایپ کنی گوگل هم بهت نمیتونستش ساجست بده که آقا درستش کنه اسمش گفت اسمش گفتم نه کابینسکی کابینسکی که بند موسیقی بود چیه؟ بعد گفتم آقا برو پیج خود فیلیپ گلاس فیلیپ گلاس زاد مثلا یه چیزی بود ماشاءالله خیلی کم کار فیلیپ گلاس چون کارش هم زیاد بود با بدبخت گفت. یه گفتم این ده اوائل هشتاده اینم یادمه رفت یه گیرش و و آره. اینو بعد... دیدیم خیلی جواب بود آره. اگر واقعا رو دارید که نه مستند بدون روایت ببینید فقط تصویر من موسیقی یک مجموعه از تصاویر البته ربط دارم به همه یک موضوعی داره با تصویر به شما نشون میده ولی اونجوری که صحبتی که هر کسی حرفی چیزی نه موزیک موزیکش اصلا فوق العاده است یعنی دستش طلا واقعا فیلم بیاد و خود فیلمم که خود مستندم عالی خود کار... کارینش گاد فری رجیو بعد ما اینو دیدیم یعنی که اصلا که دیده بود یه دفعه دوباره دیدیم خیلی سخته که رو دو دفعه بتونی پای فیلم بشونی خیلی سخته محمد بشن پای مستند بگی واو این چقدر خفنه این تمامات داشت خودش تعریف میکرد بعد اینو ما دیدیم دقیقا شب قبلی که ما این پادکست رو داریم ضبط میکنیم تصمیم گرفتیم که فیلم ببینیم چون فیلم هیچ نهی بود و اینا گفتیم دوباره مستند ببینیم گفتیم بذاریم بریم بریم این یارو همین فری ریژیو چی ساخته دیگه هفتیم بریم سیگونه هست مستنده که من اسم وقیرم بگم دیگه گیربوکس رو خورد میکنیم یعنی <applause> رد میشه دیگه با <applause> دیدی از دست انداز خیلی سری میپری کلا زیر ماشین ول میکنه <applause> این کویانیسکاتسی کاتسی برای از اون بعد ارزم به خدمتتون که قسمت دوم این سگانه پوواک کاتسیه <applause> سال هشت شده اش. قسمت اولش اینکه که در رابطه با آمریکا از اولی که به وجود اومده تا مثلا تا سال هشت شده پوکات، کاتسی در جهان سومه و... هند فکر کنم نه خیلی جا هند نمیدونم آسیا همه جا هستش بعد سال 2002 هم قسمت سوم این س... س... سگانه رو داده به نام چی؟ یه دست باسیم ایرور میدم ناکوی کاتسی <تصفح> ناکوی کاتسی این در رابطه با اینه که چطور انسان از مثلا طبیعت و به نترال و این چیزا به تکنولوژی و صنعتی بودن و اینا رسیده ما چون گفتیم که خودمون تو خاورمیانه و جهان سوم و هاشیه و این داستان حضور داریم به قول کسا فیلم ترسنا که هر روز و اینا قسمت دوم رها کنیم بریم سوال قسمت سوم که یه از دنیای واقعی در دقیق فاصله بگیم دیدیم که استاد تو قسمت سوم تازه کامپیوتر و افکت های کامپیوتری رو پیدا کرده بوده مستند تو قرخ کرده تو اف. یعنی رفته مثلا حالا میدونم اون موقع پریمیر بوده فاینال کات اومده بوده چی بوده رفته اونجا افکت های برنامه رو گرفته هر شات رو انداخته زیر افکت. <applause> یه افکت یه دونه رو نگاتیو کرده یه دونه رو نمیدونم اصلا رنگ طبیعی نداره بعض این افکت خسته های برنامه علمیایی شبکه دو بود ده افتا دوائلش نشون با این موزیک های چیز فاز مثلا ترنس های ملو و این داستان ها عدد میاد میره توی تیوب میچرخه دوربین و اینان یا چلیقه ای دیدیم دیدیم نه نمیشه اصلا راه نداره اون موقع مثلا کامپیوتر اون اومده بوده داشته اون تو میترکونده الان دیگه واقعا چیزه مقوای رسمه دومی دو رو ببین دومیم هم انقدر بدبختی بوده انقدر بیچارگی بودش نکشیدیم واقعا تمامش کنیم ولی خب قسمت اولش کویانی کاتسی رو برین ببینین اسم رو همه رو من مینویسم این زیر. که در نره اون کویانی هم برای کسی که صوتی گوش میکنیم اسپل کردم دیگه راحت میتونیم بریم. راحت تر از همه اینا اینه, اینه که برین تو پیج کارگردانش گاتفری رجیو یا همون فیلیپ گلاس ساز پیدا کنم روزا. سعی نکنین گلو به چالش بکشید به چالش کشته نمیشه این از این من... اه... یه چیزم من دیدم که تو ناییدیی استنداپ جدید دیف شپل هم من دیدم The Closer الان تعریف نکن بذار قسمت چیز قسمت بگی. چیز بگی. بگیم. قسمت کامنت که من فقط بگم قبل اینکه بریم سراغ پرونده اون فیلم اسکار آیزکو که گفتیم و یه توضیح کوتاهی روش بدیم و بریم دیگه آه کارت کانتر من خیلی با چیزش حال کردم خ... من کله از این فازایی که یه شخصیت آروم و ساکت با یه پیشنه وحشتناکه ام. و این طرف قشنگ یه آدمیه مثل پستچی یعنی کارش رو انجام میده تا آخر فیلم اون کاری که موظف شده رو انجام میده آه. خیلی فاز درایو و اینم خیلی یه مقداری شبیه به درایو بود یه مقداری شبیه تاکسی درایور بود آره. کم حرف تو گرای. من خیلی از فیلم خوشم اومد یعنی فیلم در حد 9 بود واسم چون یه فیلمی که دقیقا تو از لحظه اول میدونستی این کاراکتر این مدلیه اینجوریه و تا آخر میدونستی که قراره چه اتفاقی بیفته یکم اون سکانس اون سانیه آخرش خوشم نیومد یکم زیادی چیز بود دیگه فیلم هم بگو چجوری اصلا از چجوری شد که کارت کانتر دیدی من به کسا بایدم گفتم تو فیلم راوندر راوندد یا راوندرز را فکر کنم که مد چیز بازی کردن مد کی بودش اونی که بازی ادوارد, نورتون. ادوارد نورتون بازی کردن دیدی گفت چیه دوستانی گفتم در رابطه با این چیزاست پوکر بازا و اینا میگن که مثلا د پوکر مووی ها و این گفت نمیدونم شاید دم بعد اینجا گفت چرا اونو ببینیم کارت کانتر ببینیم گفتم یه روس می کارت کانتر اومده کیفیت یک من نه کلا این فیلم هایی که مثلا چه میدونم آراد تو این فیلم هایی که خیلی حالا چون این فیلمه اصلا مهوریتش اونقدر قمار نیست مثلا چه میدونم مثلا این فیلم مثلا قمار یه خیلی معروفه تو ایران هاسلر خارجش دیگه هاسلر خب پولی من بازی کرده مثلا خیلی ولی این اصلا داستانش اون یه چیز جانبیه داستان اساسا یه خط دیگه میره و جالبیش به اینه من خیلی میگم بیشتر اصلا فاز درایو داشت فیلمه خیلی خوب خیلی من از اینش خیلی خوشم موسیقیش هم خوب کلا اسکار آیزک واقعا واقعا عالیه به سازه این متالی رو به سازید سری تا واقعا خیلی بازی یکی برای اون این نگاه برای این سال لوین دیویس تو 34 سالگی بازی کرده بود دیگه میگفت خیلی سخته ولی راه راحت... یه منتقدی موقع این سال لوین دیویس تو ولی راحت میشه گفتش که آ... اسکار آیزک چیز با اینکه تو سی و چهار سالگی مطرح شده بازیگر اصلی این نسله خیلی بازیگر خوبیه خیلی بازیگر, خیلی بازیگر خوبیه خیلی خوبید برید ببینید آره برید تماشا آره کنین و حالشو ببرید اون حاصله هم که کسا گفت من بازی کرده اگه نه نست عمرتون این فیلم اصلا خیلی اصلا تو نست فیلم بازار و منتقد قدیمی داخلی آره مثلا اونایی که خیلی مرد چه تو مجله فیلم میخوندن چه حالا مثلا بعدا 24 اومد واسه همشری اونم هم خیلی نشه خوبی بود همیشه اکثر منتقدش این فیلم به عنوان یک فیلم, فیلم رفرنس آخه فیلم حتی ای. اینجا جنبش بشه اشاره کود فیلم میکنه پنجاهه یا شسته یاد هم ولی نگاه میکنی اصلا قدیمی نشده آره خیلی فیلم معروفی چه بازی میکنه وای اصلا کلاس بازیگری لامصب آقا نگیم بریم فیلمو ببینیم همین دیگه این تعریف کردنی ها تعریف کردیم گفتیم و اینم از بار ما فکر میکنم هم زیاد شدش آره، فکر زیاد شده میکنش. خیلی من در زمان صحبت نمیکنم <laughs> بریم یه بریکی داشته باشیم برمیگردیم با پرونده ساخت و شکگیری اساسین سکرید و این مجموعه محبوب یوبیسافت با همراه خواهیم شد همیشه رو گفت همیشه نگفتم وسط ریز اشاره کرد ولی سوشال نتورک و های اجتماعی بازی سنتر بازی کس آزدستاش رو میبینید اگه صوتی گوش میکنید آزدستاش نوشتیم تو اینستاگرام و تلگرام توییتر تویتر و این ورانور فالو کنید دنبال کنید لایک کامنت اینا همه چی بذارید ما همه مرور میکنیم که من میدونم میخونه همه سفت یعنی و وعده پوچی نیست و همه رو صرف نظارت داره <applause> بعد ارزم خدمتتون که کانال بازیکس رو با بازی سنتر رو ببخشید توی یوتیوب سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید اون نوتیفیکیشن بل بزنید که با خبر بشین از انتشار ویدیو جدید سابسکرایبتون هم حتما دابل چک کنید که نپرید باشه به خاطر داستانهایی که داریم باید توی یوتیوب بازر میشین کانال بازیکست رو کست کس باکس هم پیگیری باشید میتونید نسخه صوتی رو از اونجا هم دانلود کنید هم آن... آنلاین گوش کنید اونجا هم سابسکرایب و لایک فراموش نشه کامنت هم بذارید ما قسمت آینده کامنت های این فصل رو همه رو هر جای که کامنت گذاشتیم مرور خواهیم کرد به یه جا نمی کنیم مثل گذاشته و نهایتا لینک های حمایت مالی یا همون دونیت هم که قابل کلیکش بالا سر تو یوتیوب اگر جای دیگه هم هستین رو گذاشتیم میتونید اونجا اما حمایت بکنید و دورت بکنید پیشا پیش هم تشکر میکنیم ازتون بریم و بریم برگردیم برگرد. در سال 2007 یوبی ساف عنوان جدیدی و روانه بازار کرد که گمان میرفت فروش خوبی داشته باشه اما حتی در اون زمانم هم ترین مدیر این شرکت انتظار نداشت اساسینز کرید به یکی از محبوب ترین مجموعه بازی تاریخ تبدیل بشه مجموعه که تا به امروز 22 نسخه اصلی و فری بر اساس اون عرضه شد و فروشی بیش از 100 میلیون نسخه را تجربه کرده که البته در نای خودش بی‌نظیره جای ترین نسخه سری با نام اساسینز کرید وال چند روز پیش معرفی شده و بار دیگه میلیون ها دوستدار این سری رو به وجد آورد هرچند هنوزم زیادی از طرفدارای این مجموعه نسخه های کلاسیک رو به نمونه‌های فعلی ترجیح میدن در هر صورت ما زمان مختنم شمرد و گفتیم در شرایط فعلی بهترین کار ساخت آیتم آنچه نمیدانید مجموعه اساسین پس این شما و این هم حقایق جالب این مجموعه پرطرفدار خب بریم سراغ داستان و ماجرای ساخت و خلق شدن اساسین کرید اصلا چی شد که اساسین کرید شد چون اساسین کرید نبود احتمالا اونایی که طرفدار اسسین کریدن با این ماجرا آشنا هستن که در از قرار بوده اسسین کرید یه نسخه جدید پرینس آف پرژا بشه ولی تو طول زمان ایدش پی تحول پیدا میکنه و خودش بازی جدا میشه اگه بخوایم برگردیم ببینیم چهجوری اتوبوس آتیش میکنیم میریم 18 سال پیش کارت سوخت اتوبوس تهش دیگه سیزن کارت سوخته میریم عواست سال 2003 اعضای ساختش که پاتریس دسیله دزیلم ما دسیله دسیله به بزرگی خودتون ببخشید پاتریس دسیله یه مدتی میره مسافرت به خاطر اینکه خب طبیعی هم هست دیگه که ساخت بازی بزرگ معمولا ساختشون خیلی سخت و دشواره معمولا اون لید تیم و اعضای اصلی مدتی میرن مسافرت الان کیان... برعکسه الان تازه بازی میاد شروع میکنن ادامه مینه... مسافرت بزافرتی در کار کلا دی سی چی بدیم حالا دی سی و میرن مسافرت و خود پاتریس دسیله بوده و شیشتا از اعضای اصلی تیمی که پینسف پرشا سنزافت تایم ساختن. اینا میرن مسافرت و بعضی که برمیگردن به این فکر میکنن که خب ما میخوایم قسمت جدید پینسف پرشا رو بسازیم. ورر رو داشته یه تیم دیگه میساخته. همزمان و اولی ایده به ذهنشون میرسه آقا یه نسخه بعدی پینسف پرشا رو بسازیم و مثلا برامین PS2 Xbox باشه. خیلی زود این ایده ها با هم شروع میکنن صحبت کردن اینا قرار میشه که بزارن تمام تمرکزشون چون موقعی بزرگترین جواهر یوبیسافت همین آقای دسیله بوده و یه سری از اعضای تیم اسپلینتر چون اون چون اسپلینتر سل و پرنس در اصل بازیایی بودن که یوبیسافت به کمپانی قدر امروز تبدیل کرد اما که خیلی خوب کمپانی قدیمیه و خب برای همین میگن که بیایید شماها و شخص شما دسیله که انقدر ذهنت خوب کار میکنه کار ولدی بیاین تمرکزتون رو بذارید روی نسخه بعدی پرینس آف ولی برای نسل بعد و سعی کنید مثلا خود مثلا یه سری از این محدودیت های رو کنار بزنید بازی خیلی خفن درست کنید برای همین شروع میکنن توی مدت زیادی صحبت میکنن و بحث میکنن که چیکار کنیم چیکار نکنیم تقریبا اوایل 2004 که میشه ساخت بازی رو آغاز میکنن از مراحل پیش یعنی خیلی ابتدایی و اینجوری میشه که کار ساخت بازی او... اوایل اوایل اواسط 2004 این بحث راجع زیاده چون سازند هم چند جا مصاحبه کردن یکم ممکنه مثلا چند ماه اینور بر باشه شروع میکنن تو استودیوی یوبی سافت مونترال ساخت این بازی رو شروع کنن خود پاتریس دستیده که بعدا صحبت کرده راجع به میگفتش ما میخواستیم یه بازی اوپن ورد بسازیم و اون موقع چون خیلی جی هم محبوب بود ما یه بازی اوپن ورد خیلی گنده بسازیم و یه بازی باشه که همه کف خون کنن یعنی همون کار که با سنز آف کردن حتی یه سری خب مشکلات هم داشتن دیگه مثلا اینکه چه میدونم با چه انجینی بسازیم و اصلا نسل بچی هست مشخصات چه مشخصاتی داره این قرار چه باشه برای همین گفته خب حالا معره پیش رو بریم چیزایی که میخوایم و بیاریم رو کاغذ و ورق و سند و اینا که بعد تیم فنی هم شروع کنه به اون ساختمون چیزی که میخوایم یکی از ایده هایی که به ذهن پاتریس سیله میرسه همون اول میگه آقا پینس نباشه شخصیت اصلی دوره که دارن میسازن یعنی هم اواخ زمان ارزش اینا بوده دیگه وقتی میرسه دیگه ساخت این بازی کامل میره تو مرحله پشتولی تو یعنی شروع میشه و میگه که من کلا حال نمیکنم کنم مثلا چه میدونم داستان این باشه که حالا منتظر باشه مادر پدرش بمیرن خودش بیاد مثلا پادشاه باشه یکم چالش برانگیز باشه این پلات بازی که ما میتونیم اکشن بیشتری تو گیم پلی بیاریم و اینجوری شروع میکنه به تحقیق کردن و اینا میگه اون اوایل ساخته بود من به یه کتابی فکر کردم که زمان کالج خونده بودم این کتاب رو می کتاب راجع به جامعه پنهانی بود و در مورد یک پیرمردی که تو کوهستان زندگی میکرد و آدم کش بود و میگه که خیلی خوبه که مثلا بیایم ما یه همچین داستانی رو بستش بدیم و شما شخصیت دوم این داستان باشی یعنی yani رئیس اون جامعه پنهان نباشی و این نفر دومش باشی اینجوری اگه نفر اول باشی خب اکشنی که نداره دیگه فرمانده که خودش نمیره مثلا این اونور آدم بکشه پیر مرد فرتوت باشه تو بازی اون نمیشه در نفر دوم باشه و این نفر دوم بره همه کار رو انجام بده اکشن رو انجام بده و اینجوری بازی لذت بخش میشه و میگه که در بذاریم اسم بازی رو پرینس اساسین ها یا پرینس آف اساسینز یه همچین چیزی مثلا تو این مایه ها و یه نکته که جالبی که داره یکی دیگه از اعضایی که خیلی توی ساخت حالا این بازی دخیل بود و خیلی نقش تأثیر گذاری داشت آقای نیکولاس کنتین بود درست میگم اسمشو ببینید چون این اسمای اینا خیلی هاشون ریشه فرانسوی داره کلن سخته این تلفظ رو یعنی شما حتی تو یوتیوب هم برین دنبال مصاحبه هاشون بگردین سخته مثلا این دوستمون C A N T I N نوشته میشه همیشه کانتین خون همیشه کانتین خون همیشه کنتین خون میام فارسی هم نیستش آره دیگه دقیقا نکته وجود داره تو ما میگیم کانتین کانتین درست ایشون که مسئول سینماتیکای بازی بوده کارگران سینماتیکاش بوده میگه ما یه ویدیویی درست کردیم که بریم به اعضای ارشد یوبیسافت نشون بدیم و نشون بدیم از نظر بسری ما مثلا چه کاری میتونیم بکنیم خودشون میگن فیک تریلر ام. یعنی اصلا چیز مثلا با انجین وجود نداره هدف دیگه از این تریلر که مثلا میدن این میخواد مثلا اینجوری باشه اونم مال زمانی که سی جی اینا هم خیلی چیز داشت دیگه الان شما هر چیزی بخوای یارم تو آنریل انجین چیزی میسازه میگه ما اینو میخوایم مثلا چیز کنیم اون ویدیو گادافا رو دیدین بره میخواستم اونم باز با این انجینه خب الان اونجوریه دیگه ولی اونم من میخواستم به مدیر سونی پرزنت کنم اونو ساخته بودن با این گرافیک درست درمون نمیشه ولی ساخته بودم خواستم خواستم بگن آقا این میخوایم بشه بازی کرد. و گفتم مثلا دو تا اساسین تو بازی بذاریم تو تریلره و مثلا این اساسینا بیان پرینس رو تو بچگی نجات بدن یعنی گفتن که آقا مثلا اون کتابی که خونده که ما جلوتر بهش میرسیم پاکست سر کتابی که خونده بود گفتم آقا شخصیت اساسین باشه ولی پرنس هم کنارش باشه این پرینس مثلا اصلا بیا چیز کنه پینس رو نجات بده و اینا تو جستش. این مایا باشه آره چالش بیشتری طرف داشته باشه برای زندگیش و اکشن و اینا و میگه که همون موقع آقای کنتی میگه که ما میخواستیم تمام علمانه های جذاب گیم پلی که توی سنز آف تایم ما داشتیم و وارد کنیم به این بازی مخصوصا حالا تو زمینه پارکور و اکشن و اینا اون موقع نمیخواستن اصلا دست به زمان بزنن گفتن زمان واسه همون سگانه سنز تایم باشه که قسمت دومش هم تازه اومده بذاریم اینجا مثلا یه تحولی ایجاد کنیم ولی رو گیم پلی و اکشن باشه آقای کنتین هم معمول میشه با پاتریس سیله و بقیه اعضای تیم ولی ایشون مثلا لید بوده اینجا یه سری بره در مورد مثلا قرون وستا اینا تحقیق کنه میخواستم بازی کم از فضای فانتزیش جدا بشه کم فضای رالتر داشته باشه تو تحقیقاتشون میرسن به قرون وستا و جنگای صلیبی و اینا و میگن که خب اینجوری اگه ما بیایم این بازه رو در نظر بگیریم هم روی کرده بازی جدی تر میشه از اون فانتزی میاد بیرون هم خیلی نوتره خیلی فضای متفاوتیه و طرف مخاطبای ما قطعا از با این فضا ارتباط برقرار میکنن دسیل اون موقع به عنوان کارگردان بازی تصمیمی که گرفته بوده این بوده که خیلی از کارهایی که نتونسته بوده در از زمان ساخت پینس و سنزاف تایم انجام سنزافت بده رو بیاره تو این بازی جدید پیاده بکنه مثلا یکی از چیزهایی که خودش مثال زده اینه که تو همون سکانس ابتدای ابتدای که گذاشته از ابتدای بازی تو سنز آف تایم جایی که اون ساعت شنی معروف شکسته میشه میخواسته که توی در از جریان بازی و محیط بازی پر از کرکتر باشه پر از ام باشه اینا بعد از شکست شدن اون ساعت شنی رو بیختن بیرون شناش فرار بکنن توی قصری که وجود داشته و همونو رو بعد در ادامه تبدیل بشن به دشمنایی که توی بازی میدیدیم ولی خب خودش گفته که اون موقع به واسطه سخت افزار محدود نمیتونستن این کار رو انجام بدن و به این محدود بودن که تو هر صحنه هشت کرکتر رو بیشتر نمیتونستن قرار بدن که خوشم میگه پرینس بوده فره بوده سلطان بوده و چهار نفر دیگه که چیزم جفرم بوده اینجا و چهار نفر دیگه که مثلا فرار میکردن و اون رو در میرفتن کلا شده هشتا تو ریمیک مثلا چهار نفر دیگه هم اضافه کردن دستشون دادم. کنم خیلی ریمیک زیبایی زیبایی چون که چاخت نیاد اون ریمیک بهتره که نیاد حتی میگه که مثلا توی خود دیزاینی که برای سنزافتاین داشتن یه روستایی رو دیزاین کرده بودن که میتونسته بیاد رو سخفای اینا حرکت بکنه و رو سخفای در از خونه که تو روستا بوده و تو خود روستای آدم های غیر در از شخصت های غیر قابل بازی هم و ام پی سی ها وجود داشتن ولی خب به واسطه محدودیت سخت افزار کلا این بخش بازی رو حذف کردن از توی دیزاینی که برای سنز آف تایم داشتن ولی خب این دفعه تصمیم این شده که با توجه به اینکه خب برای نسل بعد دارم بازی میسازم و محدودیت رو کاهش پیدا میکنه بیان یا شهری رو بسازم پر از جمعیت باشه خودشون اون موقع هدف خودش این بوده که تو هر صحنه بتونم مثلا 100 تا کرکتر مختلف رو رندر بکنم و قرار بدن به قول خود پدیس میگه که اون موقع دوران طلایی جی تی ای بودش و GTA او موقع داشت به دیزاینر، به گیم دیزاینرها یاد میداد که آزادی عمل توی بازی اصلا چه معنایی داره و چقدر شما میتونین پاتون رو جلو بذارین و پیشرفت بکنین اینجا هم در از هدف گذاری که قرار داده بودن این بودش که حالا شخص از پرینس میخواد باشه یا هر کس دیگه ای بتونه تو اون شهر آزادی عمل داشته باشه و بتونه کارهای مختلفی رو انجام بده یکی از ایده هایی که مطرح میشه اینه که شخص اصلی این قابلیت رو بهش بدن که بتونه مخفی کاری انجام بده این با این تفاوت که برخلاف اکثر بازی که حالا میان مخفی کاری توی تاریکی و روشنایی و هدف قرار میدن اینجا مخفی کاری تو وسط جمعیت اتفاق بیفته یعنی در از جایی که شما میتونید مخفی بشین بین جمعیت باشه که خیلی ایده نابی نابی بوده و جدیدی بود چون موقع مثلا دو نوع مخفی کاری داشتیم یه مخفی کاری بوده مثلا مثل هیتمن تو پلن سایت مثلا مخفی می شده یه مدل هم مثلا داشتیم مثل متال گیر و اسپینترسن اینا که تو جای تاریک میرفته و خوش مخفی می کرده از دید دشمن و اینا اینجا می که وسط شهر رو تو وسط جمعیت این کارو مثلا تازه این خیلی مثلا انجان. اون زمانی این ایده خیلی خفن بود مثلا اس مال زمانی که اسپینترسل انترسل تو میتونی دو تا چراغ بزنی من یادم مثلا سایفون فیلتر هم همین چیزی داشت ولی مخفی کاری نبود آره ولی اسپینترسل انترسل مثلا چراغ رو میزدی وای میسادی یورو بیاد خیلی خفن بود آره. اون موقع گفتن اصلا ما با ببینیم ایده ای که هم تو مونترال داشته ساخته میشد سرش دیگه گفتن این ایده رو گسترش بدیم بس بدیم بیاریمش تو روز یه کاراکتر دیگه یه آدم دیگه که حالا بعد اینجا بهش اشاره بکنیم اینم این اسمش از همه سختره ولی من متحقات گسترده که داشتم به دیوید شاتنوف رسیدیم یعنی همچین اسمی یعنی برداشت شده بود من حتی یک دوتا مصاحبه دیدم اون مصاحبه گرام میگفتن که آقا ما نمیدونیم اسم تو دقیقا چجوری باید تلفظ رو کنیم و اینا خودش هم نیومده اسلاو کنه لعنتی در چه معما موندش این دوست عزیز ما بهش میگیم دیوید در حال حاضر به عنوان کارگردان اوتلاس شناخته میشه از مؤسسه استودیو رد برز هم اصلاً که اصلا با اوتلاس مطرح شدن و فعلا هم دارن کار میکنن روی مجموع اون موقع زمانی که رو اساس این کریت کار میکرده یا همون پرنس اف ها فرشیای که قرار بوده باشه به عنوان طراح ارشد مراحل بازی فعالیت میکرده خوش توضیح میده که ما اون موقع دیزاینایی که انجام میدادیم و تیم سازنده دیزاینایی که انجام میداده اکثرا توی یک مسیرهای خطی بودند و این توی این حوزه و توی این تیپ طراحی مراحل ما خیلی حرفه‌ای شده بودیم که یعنی همین که مثلا تو پرینس اف هم دیگه مسیر هم خطی هم ولی خب دیگه اوج طراحی مراحل رو تو سنزافت های میتونیم ببینیم میگه ولی خب اینجا داستانی که وجود داشت این بودش که ما میخواستیم که بیاریم فضای بازی رو به شکل اوپن ورد و آزادی عمل اضافه بکنیم به ماجرا توی شرط خطی شما کاملا کنترل داری روی اینکه چه،, چه شکل از تجربه بازی جلو گیمر بذارید و تو چه مسیری قرارش بدید بگه اینجوری بعد بازی کنه حالا میشه مثلا توی سری تصمیم از آزادی عمل داد ولی اینکه از کجا به کجا بدید با چه روشی برید و دیزاینر کاملا طراحی میکردش اینجا ولی خب طراحی اوپن ورد یک چالش بزرگ برای این تیم بود که تا حالا این کار رو انجام نداده بود به شکل بزرگ و پرهزینه و خودشون میگن که توی این دیزاین ما هیچ کنترلی نداشتیم روی اینکه چه جوری میتونیم محدود بکنیم در نتیجه تصمیم گرفتن که یه سری قانون و قواعد بذارن توی دیزاین بازی و تو دیزاین شهر تا بتونن که این کنترلر رو و این محدودیت ها رو به یه شکل ایجاد بکنن که بازی دچار مسئله و مشکل نشه به گفته یه نیکولاس کنتین که کس رو توضیح دادش تو سال اول تولید همه چیز حتی توی مستندات یا همون داکیومنت های طراحی بازی وقتی اسم از بازی میخواستن مطرح بکنن از اسم پرینس آف پرشیا نیکس جن استفاده میکردن یعنی انقدر قرار بوده بازی پرینس باشه با بعد از اینکه یه سال از تولید بازی گذشته بوده و قبل از اینکه در از یوبی تایید بکنه ادامه تولید بازیو رو چون اینا کار میکردن یه مقدار تا اینکه برن مثلا مدیر یوبی سافت نشون بدن بگن آقا ما داریم این بازی به این شکل میسازیم حالا اوکیو بدین که ما بریم ادامهش رو بسازیم تیم سازنده و اون نفرات اصلی میرن پاریس تا به مدیرای ارشد یوبی دیدار بکنن و بازیو بهشون نشون بدن ولی خب تو این دیداره هیچ حرفی از پرینس زده نمیشه نمایش کل نمایش کل نمایش هم که میدن همش در رابطه با اون هم آدمکشا و اساسینا بوده که توضیح دادیم به چه شکلی ورود پیاده بشه و خب رفرنس اصلی هم که اون موقع داشتم برای ساخت کتاب علموت بوده نوشته ولادیمیر ولا بارتول که سال 1938 چاپ شده فارسی هم ترجمه شده این کتابه به اون کتاب خدای علموت فرق میکنه آه، آه، آه. هر چیزی هم که قبلا بهتون گفتن اساسین منبعش خدای علموت خدای علموت نیست خدای این کتاب, کتاب دیگه است این اسمش علموت فارسی هم ترجمه شده آه. فرق میکنه اصلا داستانشون کم با هم ولی خب باز هم اینجا محوریت روی خود هشاشین و حسن سباه سب سب قرار داشته اه. یعنی رفرنس اصلی ماجرا همون بوده کتابی که به شکل داستان هم هستش و میگن که منظر تاریخی جاش اصلا دقیق نیستش و بر اساس اون اتفاقات واقعی که تو تاریخ افتاده نوشته نشده بازی رو که میبرن نشون میدن و این تمرکزشون رو اساسین باعث میشه خب مسئول مارکتینگ طبیعتا بترسن بگن خب الان این چجوری پرینسش پس کو و یکم باعث ترسشون میشه ولی خب به مرور حرف میزنن و صحبت میکنن خب تیم قدرتمندی هم اون زمان بوده به رهبری برای و عملا داشتن سرمایه گذاری میکردن روی این تیمه و بهشون اعتماد داشتن بعد خود پاستیسیله تعریف میکنه میگه تقریبا دو سال بعد از یه کار ساخت شروع شد میگه فکر میکنم از GDC 2006 بود که ما اون زمان بازی رو به اسم پرنس اف پرژیا اساسینز میشناختیم یکی از اعضای تیم مارکتینگ گفت آقا بذارید اساسینز کرید جالبم هست پاشت سیرم خیلی چیز میکنه خیلی حال میکنه با این اسم برای اولی مورد تاریخ آره مارکتینگ گن نزده یه <تصفح> <او مرده تصفح> تزه خوب. داده <تصفح> آره یه ایده خوب داده و خود پاشت سیرم میگه مثلا همین کتاب علموت میگفت مثلا یکی از نکات خیلی جالبش برای من بود این شعار nothing is true everything is permitted که شعاری که خود بازی هم الان شعار اصلی سری اساسین اسکرید میگه این شعار خیلی برای من جالب بود و گفتم سرینو بذارم تو بازی جواب میده کاملا با محوریت که بازی ما داریم میسازیم خیلی خوبه بعد جالبه یکی از تهیه کننده ارشد خو خب یوبی ساف میاد ما با دسته صرف زنیم میگه بازی تو خوبه همه چیش اوکی نه ولی خود پرینس ها خیلی فرق مثلا یکم زلمزی ما بشه بسکنیم میگه نه پرینس هر کاری کنه یه شاهه یا شاهزاده است اینجا نه این بابا آدم کشه فرق میکنه اصلا ذهنیت اینا با هم فرق میکنه و مثلا نه داره از هیدن بلید استفاده میکنه هیدن بلید دارم به تایه کننده نشون میدونم میگه اوکی شبیه هم ولی ولی اساسی اوکی تو میگی فرق داره ما میگیم فرق <تصفح> <تصفح> از اون طرف هایزستی یه چیزی هم میکنه یه حرفی هم میزنه و دفاع میکنه از این قضیه الهام از علموت میگه درسته ما از علموت الهام گرفتیم ولی اینجوری نبود کل بازی رو از علموت بذاریم تو اساسین کرید بشه مثلا اساسین کرید یه سری چیزا از توش برداشتیم مثلا مثل همین شعره مثل ساختار کلی داستان ولی بقیه‌اش رو خودمون درآوردیم مثلا اشاره میکنه یکی از چیزایی که ما مستقیما از گرفتیم رابطه ای بود که تو بازی بین المعلم و التایر بود و میگه این رابطه دقیقا همون چیزی بود که من از بر کتاب خوندم بر اون اساس تو بازی درش آوردم حالا این شخصیت ها نبودن ولی میگه این رابطه استاد و مثلا شاگردی پیر ال... مرده اینجا تبدیل المعلم شد دقیقا. دقیقا و میگه اون رابطه رو را از این برداشتم و به نظرم این جالب بود یکی دیگه از آدمایی که خیلی این وسط نقش مهمی داشته آقای الکس روین بوده یا <تصال> می الکس دروین کارگر انیماتور دایرکتور بوده و اصلا انیمیشن آلتای کلا درس ایشون بوده انیمیشن خفنی که همه گیمرها میتونن ممنونش باشن که همچین چون اون زمان عملا آره تحول بود انیمیشن دو تا بازی داشت که انیمیشنش یعنی تو 2007 دو تا بازی بود که انیمیشنش واقعا اصلا یه لول نیکس معنی واقعی بود یکی کال اف دیوتی وارفیر بود یکی اساسین اسکرت بود واقعا دمبه میرفیم منانان. آره اصلا یعنی عالی بود این با دو تا بازی تا جی تی ای 4 تا جی تی ای 4 هم انیمیشناش به واقعی خیلی فیزیک بیس هم آره. جی اونم خفن ولی اینا خیلی واقعی گرایانه تر بود انیمیشناش و میگه که مدیرای خود آقای حرف پاشت رو تایید میکنه میگه که خیلی مدیرا چیز داشتن خیلی میترسیدن از این ایده ای که ما بیایم یه شخصیت جدیدی رو قرار بدیم و بازی کم ساختارش فرق کنه به اساسین کرید میگه تز اونا این موقع این بود که میگفتن خب ما داریم وارد نسل جدید میشیم الان خیلی ریسک اول نسل جدید بیم یه آیپی جدید بدیم در اصل ما پرینس پول در بیاریم چرا بیایم یه آی جدید چیز کنیم معرفی کنیم خیلی تیم سازنده چالش داشت با یوبی ساف ولی گفتم به واسطه اینکه تیم تیم قدرتمندی هم بودن آدمای درست حسابی هم توش کار میکردن در نهایت اون ساید کریتیو میبره این دعوا رو و در نتیجه بازی قرار میشه که بشه اساسین کریت و جدا باشه این آقای اه، اه، الکس مثلا از این ماجرات تعریف میکنه میگه ما اصول میگه ما سه سال اول که داشتیم بازی رو میساختیم و اینا میگه اول اومدیم مثلا یه سری ایدار کلی این مرحله ایده و پیشتوریدش طول کشید و بعدا به واسطه اینکه حالا نیکس جن و اینا هم تکنولوژیش مشخص نبود بعدا یه اومدیم با یه قدرت خیلی زیادی تو مرحله ساخت و خیلی پروسه سختی رو تهیه کردیم یکی دیگه از آدمایی که باز تو این پروسه میاد و بهشون اضافه میشه و آدم بسیار مهمی هم هست آقای استفان آسودوریانه درسته؟ به نظر میاد <applause> سخت خیلی با شک و تردید میگی اسد دوریان یا آسا من یه کلا تلفظا بزار رو گذاشتم برات محمد میگم من دیگه اصلا به من ربطی نداره اصدوریان غلطم باشه مسئولیتش با توئه آسا که ایشون الان تو پارادوکس کار میکنه خیلی آدم معروفه 2004 ایشون میاد یوبی ساف و اون موقع تو استودیوی وارفاگ بوده که بازی هری پاتر فیلسوفرز استون رو ساخته بوده میگم من با یکی از دوستان داشتم حرف میزدم که آقا مثلا بیرون و کجا برم و چیکار کنم و اینا میگه دوستم خواسته بره استرالیا ولی بعد از یه مدت باش حرف میزنه با هم دوستش میگه که نه من استرالیا نمیخوام برم میخوام برم مونترال تو هم بیا مونترال یوبی سافت الان مثلا داره بازی میسازه روی پروژه خیلی گنده داره کار میکنه من نمیتونم بهت بگم چیه اندی امضا میکنن دیگه ولی تو هم بیا خوراک خودت خوشت میاد آره. آره و اکتبر 2004 که این میره تو یوبی سافت مونترال استخدام میشه صحبت میکنه اینا با چیز مثل که اولا میره با جی ریموند صحبت میکنه بعد جی ریموند میگه خب تو رزومت خیلی خوبه و اینا ولی بعد چیز کنی بعد بیای با لید تیم صحبت کنه اگه اونا اوکیو بدن تو هم میای تو که اوکیو بهش میدن یه کارش خوب بوده میگه اون زمان رو کارت من مثلا نوشته بودن که آقا رو چه بازی داره کار میزنه مثلا پریس اف پرشن ایکس جن مثلا اساسینز اون موقع نبوده و بعد از اونم یکی دیگه اضافه میشه به تیم آقای یانیس مالات بوده که این یانیس مالات هم کنم جزء اونایی بود که به واسطه مشکلات آزار و اذیت جنسی اینو پرتش کردن بیرون دیگه درسته. بله بله بله. ایشون آقای یانیس مالات کننده اصلی پرنس آف پرژا سنز آف تایم بوده این کننده ارشد مونترال بوده دیگه آره. را می ساختن تهیه کننده جب. آره و و چیز بوده اینم میاد به تیم اساسین ساخته میشه تا یه دونه تیم, تیم سوپر استار تشکیل بدن آدمای گنده و کلفت بیان اونجا کار کنن یکی دیگه از آدمایی که مثلا میاد روی این بازی کار میکنه لوک ترملیه ترملی که میاد به عنوان که گیم پلی کار میکنه میگه که خو... مثلا میاد به همین مونترال صحبت میکنه میگه مثلا مثلا موقعی که ما کار میکردیم ما اینا مونترال خیلی وضعش بین بازی سازا خوب نبود یعنی به عنوان جای منفوری نسبتا شناخته میشد و میگفتن گفتن خیلی با کارمنداش ممکنه بعدا بد رفتار کنه مثلا نه اینکه اونجا مشکلی پیش مثلا میگفت اگه میخوای بیای بیرون مشکل داره مثلا میگفتش که همون زمانا یکی از اعضای سابق مونترال که اسپلینتر سل تمرکزش بوده میاد بیرون میره تو ای‌ای ای ای که رو آرمی کار کنه بعد یوبیسافت ازش شکایت میکنه چرا چون میگه که یه بند تو قراردادش بوده که شما نمیتونی بیرو رو بازیه که مشابه بازی که اینجا کار کردی کار کن قد... رقابت جای نباد بری که با ما رقابت آره. داشته باشه این قربون اعتماد به نفستون برم آرمی اف تو چه ربطی داره داداش <laughs> به اسپرینتر سل اشتباه داری میزنی هر چیزی بل... میلیتاریست باشه داد میزد فعلا من <laughs> چی میخواین از جون بدبخت یار <laughs> رفت نوقر نون در بیاره بزن زن بچه چه کار کارو میکنین و اون موقع شکایت کرده بودن از این بنده خدا مونتا آقای ترمبلی هم میگه من وقتی پرنس آف پرژا رو بازی کردم و سنز آف تایمو گفتم من باید برم تو این تیمه این تو پرانتز من اگه میخوندی ترورم میکردن اصلا میخوای خودت بخون <applause> نمیخونم <تصفح> 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 آه تموم شد ساعت خواب درگیر در اون دسته شد مشغول کرده بود نمیشه مرسی از همه اعتماد به نفس ادامه داره من ادامه شده میگم تعریف کنه میگه که یکی از کلی نقاط قوت این پروژه جدید به دو نفر ارتباط داشت این دو نفر کی بودن یکی ریچارد دوماسه اون نویسنده دو یکی هم الکس دروینه که کسا گفتش که به ترتیب برنامه نویس و انیماتور شخصیت اصلی بودن یه روز دوماس یه پروتوتایپی رو داشته می ساخته و به همین استفان آسادوریان نشون میده تو این پروتوتایپ کرکتر پرینس بود البته یه مقدار علاوه مدل سازی و اینا تغییر داشته نسبت چیزی که تو سنز تایم قسمت بعد دیدم و کیفیت بالاتری هم مدل سازی داشته اینو گذاشته بوده توی سالن ورزشی توی جیم گذاشته بوده که توش پر موانع و نمیدونم از این چیزای برجایی بوده که مثلا تو همین جای ورزش میرم بالا ازش رو این داستان ها و در از جریان پلتفورمینگ بازی اونجا بهش نشون داده آصداریون میگه که این داستان و این برخوردی که من داشتم با دوماس مربوط میشه به انتهای 2004 یا اوایل 2005 میگه اون موقع من چیزی رو دیدم و تجربه کردم که نهایتاً گیمر سال 2007 تونستن تو نسخه نهایی اونو ببینن و تجربهش کنن خودش میگه اون موقع که ساخته دوماس و اون پورتو تایپر رو بازی کرده بوده کلا ترکیده یعنی انان از کفته باز شده دیگه گفته واقعی چیه گذاشیده داشت این یه چیز جدیده دو یا مثل ندیده گفته با این ها به اعتقاد اون یوبیساف این ریسک یعنی ساخته یا آی جدید و پذیروف چون مدیرامشون کلیمو میدونست که اگه به این تیم یعنی مونترال فرصت بده اونا میتونن یه اکشن ادونچر اوپن ورد بسازن که تو همون اقیانوسی قرار بگیره که جی تی اون تو داره شنا میکنه و بحث در از بازارش رو داره پیگیری میکنه بازاری هم بوده که اون موقع هیچ کس نمیتونست واردش بشه انقدر جی همه جلوتر بوده واقعا هم کسی اون موقع جرعت نمیکرد بیا تو اون اشل اوپن ورد بزنید حالا الان نبینید سرتای بازی سازو میزنی از توش اوپن ورد سازو نینا در میاد و هر را میرسه بازی اوپن ورد بسازه اون موقع اصلا یه لیگ متفاوتی بوده و همه به عنوان اینکه بریم اینجا فیل میشیم نگاه میکردن چه یوز خیلی نقش کلیدی داشت که اعتماد کرده به این مونترال که بیان روی ماجرا کار بکنه مرحله بعدی که واردش میشن تو جریان ساخت طراحی ساخت شخصیت اصلی بوده کاری که سه سال زمان برد تا نهایتا نتیجهش به چیزی که به اسم اتایی یا اما اتایی میشناسیم که توی بازی وجود داشتش همون کس رو همین یارو چیزه رو میگه که آموزش آموزش مبارزه بازی بود توی خود همون بقل هست خیلی انگلیسی حرف بیزن تو که همه ناله بودن اونایی که تو اصلا بود جایی خوب بود که این یارو میدوید میمد دمه در این گیت قلعه تعریف میکرد که چی شده این. هلپر میدید هب <وزمت> <applause> این هدفی که داشتم و در از فرایندی که دنبال کردن این بوده که اینا میخواستن یه شخصیت رو طراحی بکنن که به راحتی بین جمعیت قرار بگیره و مخفی بشه ولی از طرفی مشخصات یک قهرمان رو داشته باشه یعنی بحث ضد قهرمان رو نه واسه یه قهرمان رو طراحی بکنن اون موقع دستیل قر... تحقیقات زیادی رو انجام داده و متوجه شده که نسخه اصلی همه هم اساسین های همه لباس سفید می پوشدن کاروند قرمز داشتن همون هودی یا همون کلاه رو به سر داشتن و این چیزی بوده که میخواستن طراحیش بکنن و با این مشخصات کرکتر اصلی رو توصیف بکنن و به نمایش در بیان میخندی که از چیزی تو ذهن به نظرم نه اینجا البته هرچند کلیشه ای ولی قرار شده که تا شخصت اصلی به عنوان یک پرنده شکاری معرفی بشه خود دستیدید میگه اسم شخص دستی هم همین فهمیدم کجا رو یادم افتاد بعدی داشتی گفته اصلا به همین موضوع اشاره داره و خودش میگه من فکر میکنم اتایی به زبون فارسی بشه پرنده شکاری که ما این دادش داری اشجارو میزنی که مانا عربی هستن فکر کنم به بشه پرنده شکاری با با تو پیرینسا پرژن ساخت تو نیمیدی الکس دروین انیماتور اتایی میگه که اسم شخصت دی بعد از مدتی برایشون معنا پیدا کرد و مشخص شد که چه اصلا همچین اسمی انتخاب شده اون میگه که شخص اصلی رو سخفا حرکت میکرد بالا به شخصیت های دیگه نگاه میکردش بالا میپید رو ملت میکرششون و و فاز مخفی کاری داشت دقیقا روی کردی که یه پرنده شکاری داره بالا همه محیط میبینه شکارش رو انتخاب میکنه موقعیت میسنج و موقعیت میسنجه و نهایتا میاد و پایین شکارش انجام میده و میره همون موقع کای انگوین فکر میکنم که حالا شده کارگردان انیمیشن فور آن ایر. توی طرحی اولین طرح کانسپتی که کشیده همین اتایری که ببینید رو کشیدن. یعنی هم اولی زده تو خال دقیقا نگفتن <تص> یه دور بزنیم برمیگردیم برگردیم و اینا بینیم شاید یه چیزی بهتر رسیدیم و اینا نه و خب ظاهری هم که تررایی میکنه بر اساس همون اطلاعات تاریخی بوده که دسیله تحقیق کرده بود و بهش رسیده بود و توضیح دادیم نیکولاس کنتین درباره تریلر سینماتیک معروف بازی که اگه نسخه صوتی دارین میبینین اعتمالا میبینین و اگر پیگیر ایتیو قدیم بودین دیدین اون سیج معروف معروفه اساسین که خیلی هم سر صدا کردش و همه مجلات و اینا عکسشو گذاشته بودن و چه رو تمپلار اینجا گفته خب دارین میخواین ایدن بلیدم تو میگه که کلیدی ترین نکته این تریلر حضور عقاب بود توش میگه دیده سازنده های بازی تریلر و سینماتیک ها خیلی کمک میکنن به یه تعریف و در از توصیف مشخصات یه آی جدید که اینجا هم هدف همین بوده میگه شاید هیچ وقت شما توی بازی اصلی اوقاب رو یا اون پرنده شکاری رو نمیدیدین ولی حضورش تو این تریلر باعث میشد که گیمرها با جو و اتمسفر بازی خیلی بیشتر ارتباط برقرار بگیرن و در جریانش قرار بگیرن از سرفی دسیل خیلی اعتقاد داشته که این تریل اولیه‌ای که دادن خیلی کار خوبی نبوده و ایده خوبی نبوده که انجام شده اعتقاد کارگردان بازی این بوده که نمایش حتی تو اوج قدرتش که همه فن حریف و همه کار میتونه بکنه باعث میشه که به عنوان یک شخصیت اصلی که باید حالا تعریفش بکنن توی دیزاین بازی به مشکل بخورن چون اصولا شما مثلا روی کردی که تو همه مثلا داستان ها دارین و البته تو اساسین کرید دو هم این رعایت کردن و انجام دادن در رابطه با اتسیو اینه که یک شخصیت رو میان تعریف میکنن که قدرت خاصی نداره ضعیفه یا بی تجربه است و به مرور همطور که گیمر اسکیل بهتری مهارت بهتری پیدا میکنه و تجربه بهتری پیدا میکنه شخصت اصلی پیشرفت کنه دقیقا اینو تو اتسیو ای اساسین کرید دو میبینیم که اولش یه جوون جوی نامیه و هیچ حرفه یعنی هیچ مهارت خاصی نداره و به مرور تبدیل به مسئله اساسی میشه. اینجا ولی میگفته اون ایده که اومدن نمایش بازی معرف بازی با یه م... عطایی بود که همه کار میتونه بکنه و هیچ چی حریفش نمیشه اشتباه بوده و ضربه میزده که نزدش یه نکته یاخت داره اینه که الکس رو تعریف میکنه میگه که ما اول که داشتیم این بازی رو میساختیم و چیزی که از التر چیزمون بود نیازمون بود این بودش که یه شخصیتی باش که تمرین زیاد کرده مهارتش بالاست اما در این حال تو قرن دوازده خیلی مثلا ابرقهرمان و اینا نیستش یه سری محدودیت داره میگفت مثلا نمیخواستیم یه شخصیتی مثل نینجا طراحی کنیم که خوراک شع... کارهای آکروباتیک و ایناست و میخواستیم مثلا با اینکه کار درسته ولی همه فن حریف هم نباشه اونجوری نتونه همه کاری بکنه خودش کشتیگیرا رو مثال میزنه میگه مثلا شما یه کشتیگیر حرفه‌ای کجوم کشجی... آره <تصفح> رسلر آره. چیزه و میگه مثلا تو کشتیگیر مثلا شما خیلی آد مثلا آد... چیزایی میبینید مبارزایی میبینید که خیلی کارشون درسته ولی بالاخره یه جایی میبازن یه جایی شکست میخورن یه جایی اشتباه میشه دیگه آره. اون ای سناریویی که دارن یه جایی سوتی در میره و آری از اشتباه نیستن این طرز فکرت تو گیم پلی هم بوده مثلا نکته خیلی جالبی که آقای لوک ترملی تعریف میکنه میگه تو ایده های اولیه ای اساسین اسکرید چیزی که ما می‌خواستیم تو گیم پلی دراریم این بوده شما گفتیم اصلا این شخصیت فاز ابرقهرمان نداشته باشه یه سری حرکات هم مثل همون که میپره رو دشمنا اینا مثلا پرنس اصلا نداشته باشه اونو پرنس اف پرنس سانز یه چیز بالا سر سنجری میپریدی مثلا بتمن هم که میتونی بپری بالا سر دقیقاً و تو اساسین که دیگه اصلا یه لول دیگه ای همین قضیه رو از بالا سقف 100 متر میپری روی این شاید منظورش این بدل زدن است می که میدونم اینجوری میتونی دستو بذاری رو دوش دشمن اینجوری برگردی اون تو پرنس یکی از اصلی ترین از اصلی حرکت پرنس یک همینه تو دو دیگه نمیذاره <تصحن> <تصحن> و میگه که ما میخواستیم یه انسان با استعداد و حرفه‌ای رو بذاریم که از استقامت هیچ محدودیتی نداشته باشه ولی اینجوری هم نباشه که هر کاری درش میخواد بکنه میگه مثلا تو ایده اولیه‌مون این بودش که خیلی حالت واقع‌گرا داشته باشه دو تا تیر یه تیر بخوری بمیری ضربه ضربه میگم تیر چرا گفتم <ım Laser> تیر یه یکی دو تا ضربه بخوری بمیری و مونتا رفتیم جلو و این تو گیم پی قرار میدیم مثلا فان نیست خیلی لوس اورمای مگه آره با نمیشه سر همین عوض میکنن کلا سیستم کامبت اون چیزی میشه که شما الان دارید میرید تو کرید یک و اون نسخه قدیمی ترش تو هم یه بیس یه بیسیک داشتن از اون طرف نکرس که این توضیح میده میگه واسه مثلا شخصیتی مثل التایر همین ماجره سفید پوشید اینکه سفید میپوشه و اینا میگه مثلا یکی از رفرنس های اصلی شخصیت استورم شدو از مجموعه جی آی جو بود یه نینجا, نینجا سفید سفیده. آره آره فیلماشو دیده باشید میدونید دقیقا کدوم کاراکتر و میگه ما بر اساس اون اصلا اومدیم طراحی کردیم اینو یکی از رفرنس های التایر همین بودش بعد میگه که مثلا یه چیز دیگه رو تو گیم پلی تغییر میگه مثلا اوایل قرار بود حالا بحث هیدن بلید داشتیم ولی میگه مثلا قرار بود 6 تا چاقو مختلف داشته باشه التایر بعد دیدیم مثلا از اون فرم واقع دور میشه حذفش کردیم کلا این وسط این ور ور پریدن فانتزی نه. کنیم روالش کنیم آقا دیگه آره هست... چاقوایی که اینجو... یه سری چیز دیگه مثلا مثلا اون چیزه بودش حسش کرد کراس گفتن حسش. از نظر تاریخی نمیخوره بعدن کلا تاریخ رو نابود کرد این اساس رو سوار گورگ میشه تیم میکنه موقع تو تو چیزم بود دیگه تو یونیتی هم یه مدلی قفل وا کرد و گفتن اصلا اون سال همچین قفلایی وجود نداشته از این چیزا زیاد داره وقتی مجموعه گسترش پیدا کرد و یه نکته جالبی که داره اینه که تو همین پروسه که داشتن میگفتن اینو بذاریم اونو بذاریم اینو حذف کنیم اینو حذف نکنیم میگه که یه تیم انیمیشن گفتن که آقا این ردای التایر رو ما نمیتونیم بسازیم این یوبی سافت بدبخت از اولین تیمایی بود که کلا اومد این ردا مثلا پرینس هم چیزی اینجاش آویزون بود باد میخورد مثلا اولین بازی سه بودی که اینجا دیدم شینوبی پی بود یه دور چیزش بسته بود دور سرش یه هدبندی بسته بود یه هدبنده می اومد بعد کالج کلونی بود هدبنده آره میرفت تو شخصیت میاد بیرون آره اینجا هم اینو داشتن این تو هم هی میره تو شخصیت میاد بیرون خالی کالج اصلا برش کن. نمیشه آقا آره. در نمیاد در نمیاد در شروع میکنن دوباره یکم شخصیت تر طراحیش انگولی بکنن یکم تغییرش بدن و اینا و در نهایت هم میرسن به این ش... که الان دارید میبینید و خیلی جالبه یه سال قبل از عرضه اومدن بعضی از اعضای آلی رتبه یوبیساف گفتن این خیلی زیادی سفیده این التایر خیلی خوب نیست خب ولی در نهایت کم میارن دیگه همون سفیده رو تایید نهایی میکنم میان باشه تست هم میگیرن لبا با لباس رنگ های مختلف رنگ مختلف در نهایت میان و همین آه. سفیده باشه یه دونه دیگه اش از نکاتی که به بازی حساب میکنن پارکور بود خب پرینس هم حرکات پارکور داشت مشخص بود که این بازی هم قرار همون حرکات پارکور داشته باشه الکس راین میگه اگه شما الان سرچ کنید اینترنت هزار تا ویدئو آفیس پارکور 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 قلت میزنه رو میاد اینجوری پارکور پارکور اندی تو جب یخچاله خیلی خوبه و میگه الان اگه نما کنید مثلا کلی ویدیو میبینید تو اینترنت بر اساس مثلا این پارکور و اینا میگه ولی اون موقع یه نفر فرانسوی بود که خیلی کارش درست بود من فکر م... نگفته که ولی فکر میکنم از روش دیوید بله ام. دیوید بل که مثلا میگن خالق پارکوره و احتمالا فیلم این باشید به واسطه فیلم بی سیزده خیلی معروف شد خیلی ها دیدن تو ایران بی سیزده. آره بی سیزده رو خیلی ها تو ایران دیدن همون اون کچله نه اون که شخصیت جانبیه که پروردگار پارکور بود و میگه برامون ما خیلی از رفرنس ها و براسه ویدئوهای ایشون بوده و میگه که یکی دیگه از چیزایی که ورداشتیم از فیلم های اینا که بازم نمیگه کدوم فیلم خیلی فیلم ها داشتن آره میگه که این چیزی که هر التایر از باله جای میپره تو رو یونجه ها اون هم چیزی بود که از فیلم ها سریال های مختلفی بودیم و برداشتیمش این انقدر تو فیلم های مختلف شخصیت رو پرت میشدن تو یونجا و هیچیشون نمیشد گفتیم دیگه حالا چه فاظیه ما هم بذاریم اینو تو بازیمون دیگه که خیلی هم واقعی است چون همه چیز رو واقعی است. <متصفح> این که طرف از سی متر پرت میشه توی مثلا دو کیلو یونجه ای چیش نمیشه من واقعا واقعی میگم دو هلقه هم <متصفح> پتریس رسیل و تیمش قبلا خب تو پرینس کار پارکور رو به این شکل و وال رانینگ و اینا رو پارکور انجام داد حالا مثلا خب توی از از, از یه چیز جدیدی باشه و یه مرحله جدیدی وارد بکنن اون ویدیوهای اون پارکور کار فرانسوی معروفو که کسامش که همون بل میبینن منتها میگن که اجرا کردن این حرکات تو بازی خیلی سخته و مخصوصاً مخصوصا که کلی نکته فنی و بعد رعایت بکنن و به بازی اضافه بکنن که اصلا تو نمیگه اونجا توی بحثی که تولیدی که داشتن میگه که ما در از دقیقا میخواستیم مثل GTA یه طوری بازی رو بسازیم که مخاطب از نقطه A بره به نقطه B اونم بدون مشکل هرچند به جای ماشین خودش شخصیت اصلی مثلا میخواستن ماشینی در کار نبودن میخواستن این آزادی عمل در خشش بذارن که بتونه با شکلهای مختلف بره و این مسیره رو دنبال میکنه میگه که هرچند در ظاهر از پارکور انجام میده اما اون اصلا از حرکات پارکور استفاده آنچنانی نکردن چون حرکات پارکور یه بخش نمایشی داره میتونه میتونی اینجا به اونجا رو با یه پرچ ساده انجام بدی میپر رو هم مثلا دو تا پشتک میزنه میاد این دا اصلا بیشتر ورتیکال چیزش آره و خب به جای اینکه این, این شکل رو پیاده سازی بکنن میان که میان این ایده رو مطرح میکنن که آقا توی معماری ما به شکلی طراحی بکنیم که شخص اصلی این قابلیت داشته باشه که وقتی داره مستقیم حرکت میکنه و میدوه هیچ چیزی متوقفش نکنه یعنی به دیوار میرسه دیوارو بگیره بره بالا بعد بالا میرسه سخت میرسه بعدی سخت این سخت بپره تو اون سخت همین دیوید شاتانوف که اسمش کسا اینجا دیگه قطع امید کرده انگلیسی شده خیلی سخت اسمش تر که بمونه تر راه شده مراحل فعالیت میکرده رو اساسین کرید میگه که کلا جستجو کردن و بالا رفتن از بخش مختلف محیط یکی از بخش اصلی اساسین کرید بوده از ابتدا و میخواستن که در اصل گیمرها ها بتونن کاری انجام بدن که بتونن به اون واسطه بخشی از نقشه رو رونمایی بکنن و آزاد بکنن برای همین رفتن از برجای واقعی که تو اون بازه زمانی حالا حضور داشته تو اون منطقه عکاسی کردن تا تو این سه الهام بگیرن برای طراحی اون برجای معروفی که حالا تو همه بازی های یوبیساف هستش دیگه بالا آه. چیز یه بخشی از نقشه وا میشه دیگه تو میبینی و بعد دوربین میچرخه دور اون چیزه و اون ق... برجا و آه. یه بخشی از مپ پ... پیدا میشه و پیدا میشه برات بخش دیگه ای که در ادامه به بازی اضافه شده در اصل ایده ای انیموس بوده اینکه اصلا شخص اصلی این فرایند اینکه کشته میشه دوباره روی میشه و برمیگرده یه ب... عمده موضوعش با همین انیموس توجیه شده چون ب... در اصل محسوب اثر میکردن که اصلا همچین چیزی واقعیت ماجرا نیست شما دارین شبیه سازیش میکنید کنتی میگه که در ابتدا این ایده ای انیمون تو ذهن دسیله بوده موضوعی که از اولم با این دید در نظر گرفته شده که بعدا به واسطه اون بتونن برن سراغ لوکیشن ها و شخصیت های دیگه کنتی میگه از یه جلسه ای در صحبت میکنه که توش در رابطه با جانف کندی هم حتی صحبت کردن که مثلا توی بازی باشه که شخص اصلیش مثلا اساسینه اساسین آدم کشی بوده که جان اف, جان کندی رو ترور کرده و کشتدش ایده ای که البته هیچ وقت نرفتم سراغش در حال حاضر کال <س في> آف تیجی دست زد گوشش و به واسطه میخواستن این انیموسو که میذارن این فرصت رو در توشون میدارن که تمام آدم که تو تاریخ بودن و حضور داشتن و واقعی بودن و اینا رو بیان به توی بازی مختلف سری اون همون موقع قرار سری دوزیش کن بپردازم و قرار بدم مسیری که اتفاقا دنبال شد بعد از اساسین کرید و یوبیساف اینو کاملا دیگه به حد اعلا رسونه همه جا رو رفته خود کنتین میگه که ژاپن اون موقع یکی از لوکیشن های بوده که خیلی مورد توجهشون بوده میگه خب اصولا چون نینجاها توی ژاپن حضور داشتن کاملا فیت این ایده در رای بازی بودن که حالا میگه نمیخواستن نینجا رو در رای کامل خب وقتی میرفته تو ژاپن نینجا رو بعد میگردن دیگه مشکل و محدودیتی از این جهت براشون به وجود نمیومد هنوزم که هنوزه اینا نساختم بالاخره از 20 سال پیش شایش هست که از بوده بوده. اونی یه از سونی زد تو گوشش دیگه سری اون چی ساختن دو بودیشو ساختن زحمت کشید کرانیکلز بودش نوساش بگم ژاپن بود بود چاینا, چاینا بوده, چاینا بوده. فکر کنم تو اون رفتن خیلی زیبا واقعا بگذاریم از این ماجرها دسیل میگه در ابتدا قصدشن که یه ترفندی رو پیاده بکنن که مثل پرینس از زمان برای روایت داستان استفاده بکنن به این شخص به این شکل که شخص اصلی خودش تو آینده بیاد شروع کنه گذشته خودش رو روایت بکنه دقیقا اتفاقی که توی پرینس هم اتفاق میفته در از پرینس از ابتدا داره نسخه آیندهش داره ته بازی داره داستان خودش رو به فرح تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاده و به چه شکلی جور رفتن اینجام در از میخواستن ابتدای داستان توسط یه اساسین از اتایر پیر تعریف بشه که تو آینده است و هم بعد از اینکه مطرح میشه میگن خیلی کلیشه یا خیلی هم شبی پرینس میشه میخوایم بیخیالش بشیم <applause> که بیخیالش میشن ولی خب در ادامه یوسف خودش میاد و رو پیر کردن توی ریویلیشن بودش دیگه که بزرشته بودش بند خود اسکلتش هم ول نکردن چون میگن تعدیگش هم خوردن حتی رو دیگه واقعا تعدیگش هم در آوردن توی اون ستا بازی اول در ادامه یه شب پتیدسی مخش... مخشول مشغول تماشا تلویزیون بوده شبکه فکر کنم هیست... هیستوری بوده داشت یه مستند در رابطه با حافظه دی ای, ای. پخش میکرد دی ان ای مموری پخش میکرده همونجا این فکر بهش میرسه که چی میشه ما اگه یه دستگاهی رو بسازیم که این بتونه حافظه دی ای یعنی در از حافظه اجداد اون طرف و از طریق دی ان ای حافظه دی ای که وجود داره رو شبیه بکنه در اصل به چیزا به یکی از ایده های یونگ آره روانشناس آره. معروف که میگفت ما یه دونه ناخودآگاه فردی داریم یه ناخودآگاه جمعی داریم ناخودآگاه جمعی چیزی که از گذشتگان ما به ما رسیده در خیلی هم میگن اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره ولی با این حال از اینجا ایده انیموس شکل میگیره تو ذهن دسیله که بیان همچین دستگاهی و حتی این HDD -E بازی هم حاده بازی را در از انیموس هم دقیقا یه اسمی از همین تهاریه آره آره. حتی این مثلا میگم اچ -E اینجوری توجیه میشده این کشته شدن رو دوباره برگشتن ریسپان شدن شخص اصلی اینجوری توجیه میشده و با... به واسطه اینکه باز هم این روایت شبیه به همون فرم اصلی روایت داستان پرینس بوده میشه نتیجه گرفت که باز هم اساس یه نسخه دیگه یعنی خدا گفته دسله یه نسخه دیگه از پرینس آف فرشیا بوده حتی علموت هم تو قلم روی ف... پارس بوده اون موقع و باز از اون طرف میتونیم میگه اتایر هم خود همون پرینس بوده یعنی خودش هم خیلی فاصله نداشته از اینکه واقعا این, واقع این همونه بزن تو گوشش بریم خب بریم یه استراتی بکنیم بله برگردیم با بخش دوم و نهایی پرونده خواستم بگم پینیساف آف پیرشا اساسین سکرید حالا راحت باش پینیساف آف پیرشی رو فرمی هستیم اساسینز کرید یکی از محبوب ترین مجموعه بازی های تاریخه که داستان اون در بازه های زمانی مختلف روایت میشه سازنده های این مجموعه سعی میکنن تا چهره درست و دقیقی از وقایع تاریخی رو به نمایش بگذارن بسیاری از مکان های تاریخی موجود در بازی با دقت و جزئیات فراوانی بازسازی شدن و توسعه دهندگان همواره تلاش کردند تا این کار به نحو احسن انجام بشه حتی یوبی برای اینکه مطمئن بشه همه چیز درسته مورخان مختلفی رو استخدام میکرد تا درباره وقایع تاریخی به اونها مشاوره بدن البته مواردی هم وجود داره که با توجه به شرایط و محدودیت احتمالی در روند ساخت بازی دچار تغییراتی میشن اما به هر حال اشتباهاتی تاریخی در این سری دیده میشه که میتونن تاریخ نگاران رو به گریه بندازن در ادامه با ما همراه باشید تا شما رو با ده تفاوت و اشتباه تاریخی مجموعه Assassin's آشنا کنیم خب برگشتیم من همیشه بار بگم نگفتیم شبکه های شمای بازی سنتر و بازیکس رو آدرسش رو میبینید تو نسخه تصویر اگر صوتی رو گوش میکنید هم مینویسیم تویتر، اینستاگرام، تلگرام همه جا هستیم دنبال بکنید، محتوا میذاریم به روز و اینا از هم خدمت که کانال این ویدیو رو لایک کنید من همیشه سعی میکنم به اون ترتیبی که این انیمیشنی که عباس میذاره بگم همیشه هم یادم مید. ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید زنگوله بل نوتیفیکیشن هم بزنید سابسکرایبتون هم دابل چک کنید حتما اگه دوست داشتید محتوا رو با دوستان خودتون توی سوشالتون شیر بکنید یا براشون بفرستید و اینکه کامنت هم فراموش نکنید نسخه صوتی بازی هم میتونید از چنل بازی توی کس باکس و پادکچاری دیگه دانلود کنید یا گوش بدید آنلاین اونجا هم کامنت بذارید سابسکرایب هم بکنید ما همچنان پلیمون خیلی خوبه سابسکرایبمون اصلا نمیخونه باش صاحبش کو صاحب بزن آقا اون صاحب دیگه یه دو که چیز پول نمیداد بزن صاحب قشنگ کردم لینک های حمایت مالی مون هم که همه جا هست و اگر یوتیوب میبینید بالا سر هست نسخه قابل کلیکش رو میتونید ببینید پیشا پیش هم تشکر میکنیم بابت کلا مهم نیست من کدوم ور میشینم بالا سر منه آره خیلی به شما میدونید به سر من چون رفل داده نمیچسب کله خب محمد داشت راجع به همین انیموس صحبت میکرد و اینکه ایده اینکه اصلا بیایم بگیم آقا مثلا یه دستگاهی بعد التایر رو اونجوری شما بتونید تجربه کنید میگه که ولی تیم مارکتینگ یکم دو به شک بود با سر این قضیه میگفتش که ممکن اگه مثلا ما بیایم برگردیم تو رونمایی بازی بگیم آقا این بازی داستانش لزوما تو زمان همون قرن دوازدهم روایت نمیشه بخوره تو ذوق ملت و اینا به همین خاطر اول بازی شما هیچ اثری از اینکه مثلا بازی تو زمان آینده اتفاق میفته و اینا ند... نمی بینید یه سری گلیچ میلیچ آخر تریلره اونجا فقط یه سری رفرنس دادن ولی اینجوری نبوده که بیان مثلا بگن این مدلیه یه نکته جالبی که داره اینه که خب همین بحثی که خود نیکولاس کنتین و پاتریس دستیل این نکته خیلی تاکید دارن که میگه که اصلا اساسنس کریدش یه بازی تاریخی نبوده یه بازی علمی تخیلیه و شما در از طریق همین انیموس سفر میکنید به گذشته تا دنیا رو از پایان یافتن نجاتش بدید همین که مثلا میگفتم برسا پیش بینی مایا 2012 دنیا آه آه. تموم میشه و اینا خیلی دیدی که تموم شد مجموعه خیلی <laughs> و میگه که ولی خب شما با این بر میگید به گذشته داستان التایر رو دنبال میکنید از اون طرف داستان التایر اصلا برعکس داستان دزمون راجع پایان دنیا نیست التایر رفته اونجا و یه سری کار رو انجام میده پلیر هم میاد میگه خب من کیم من کجام اینجا چه خبره <laughs> و میگه که مثلا شما باید به خودت بگی آقا من مثلا خونم همین علموته برم ترک کنم ببینم چه خبره تو این مپ چه اتفاقی داره میفته و از اون طرف از ما متوجه بشم ای با اینکه من نفر دوم و این نفر اول داره ازم سو استفاده میکنه و میگه که داستان التایر این بود ولی داستان اساسین اسکریت از همون گذشته از قسمت اول تا الان راجب جنگ بین اساسینا و تمپلارای و اینجاست که دا داستان ها با هم فرق میکنن و اهداف شخصیت ها با هم فرق میکنه نیکولاس کانتی میگه که کانتین میگه که نکته جالبی که داره اینه که ما در از همه پلیرا رو گمراه کردیم یعنی همه میرفتن بازی رو میخریدن میگفتن ای ما داریم یه بازی قرون وسطایی میخریم اما بعد از یه مدت ما بهش میگفتیم نه شما توی یه ماشینید ماشین. اول یهو آره. آدم چیز میشه دیگه بعد پرولوگ بازی که رد چی شد؟ استاد چی؟ و خب تو تریلر هم خیلی مشخص نبوده دیگه مثلا یکی خیلی پیگیر بازی بود اخبار مثلا تو بازی را یه خبرش هم زده بودن تو مجله که این مثلا این که یه ربطی هم با آینده دار و یه سری اسکرین شات از بازی اومده که چیز نیستش نکاس کانتی میگه آره ما اومدیم پریرا رو گمراه کنیم اون اول که بگیم نه بازی راجب قرون وستا سرفر نیست شما توی یه ماشینید این ماشین داره شبیه سازی میکنه اون موقع رو و میگی نکته جالبی هم که داشت بازی این بودش که ما هی واسه شما سوال طراحی میکردیم و آخر بازی وقتی میشد بازی تموم میشد بیشتر از اینکه به اون سوالات شما جواب بدیم یه سال سوال دیگه براتون مطرح میکنیم که شما همینجوری هاج و بمونید که چه خبره و پاریس سیل میگه موقعی که داشتیم بازی رو طراحی میکردیم میگفت تا سال اول کلا تو سال اول نهم اول کلا ده نفر بودیم و داشتیم راجع فکر کنیم که آقا داستان رو چیکار کنیم مثلا داستان راجع به چی باشه و اینا میگه من یه جلسه گذاشته بودیم مثل جلسه میذاشتیم با هم میشستیم صحبت میکردیم که مثلا چیکار کنیم داستان و اینا و میگه که من یه بار سوال کردم گفتم ها به نظرتون چیه تو دنیا که همه به دنبالشن و میگه این آقای فیلیپ مورین که مؤسس رد برلزه الان و یکی از خالقای آتلس و مؤسس اون استودیوه خیلی جالبه که اکثر اعضای رد بر همون اعضای تیم اصلی اساسین کریدن و میگه که این آقای فیلیپ مورین برگشت به من گفته شو بیایم چیز کنیم بیایم ایده سیب بهشتی رو بذاریم اپل آف ایدن اپل آف ایدن و میگه رفرنسش درست به همون میوه ممنوعه که آدم, آدم و, آدم و هواه و میگه که اگه اینو بذاریم جالبه چون اینجوری مثلا خیلی منطقیه که همه به واسطه به دست آوردن اون سیبه بزنن همدیگر رو بکشن و همه دنبال این باشه که این سیبه رو به دست بیارن و میگه که پایز سیره بهش میگه آفرین 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 خیلی ایده خوبیه زیباست. و می که خیلی به نظرم ایده بکر زیبایی بود من تا نیاز داشت که کم بست و گسترشش بدیم که ببینیم چیه مثلا این سیب دانایی و دانش و اینا مثلا فازش چیه چرا مثلا از کجا بیاریم تو بازی مستقمه رفرنسش بدیم یه سر همین نشستیم یه سری مثلا تابلو قرون وسطا رو دیدیم نقاشی که از اون دوره بوده بعد چشمون خورد به یه چیزی به اسم خود پریستسیله به اسم رد اورب صداش میکنه مثلا یه اسم دیگه هم داره که در از ترجمهش میشه گوی و سلیب حالا این گوی و سلیب چیه؟ یه یه سری چیزا هست که تو زبان قرون وسطا مثلا این اسقفا و اون کشیشای اعظم استفاده میکردن یه گویه که یه صلیب روشه حالا اصلا این واسه چیه میگه در از این نش... قدرت کلیسا رو نشون میداد و منظورش اینه که عیسی مسیح بر کل دنیا سیطره داره اون گویه در از کره زمینه و اون صلیب هم نشانی از عیسی مسیحه و میگه که اصلش این بود میگفتش که حالا اینا به عنوان اقتدار کلیسا خیلی ازش استفاده میکردن گویای طلایی هم هست آره. هم اینا تو تصویر رو میذاریم و میگه که در اصل الان اگه شما اپل اف ایدن رو ببینید اون صلیبه ازش هست شده ولی گویه عینن همون گویه که تو اون عکس‌ها دیده بودن کنتی میگه کلا پروسه تحقیق برای پیش تولید خیلی خیلی پروسه جالبی بوده اون موقع برای داستان بازی میگه که ما میخواستیم که جنبه های مدرن و قدیمی که دو داستان داشتیم و هم دیگه تلفیق کنیم میگه منظر مدرن توی بازی این بود که همه چی خیلی مینیمال و تمیز و شیک و ساده باشه میگه یه جوری شبیه مثلا آیپادا و مکبوک هایی که تو همون عواسط در از هزاره جدید سال 2000 تا 2000 مثلا 5 6 7 تا اون موقع بودن خیلی ظاهر سفید و طرح تمیز و خیلی مینیمالی داشتن و از اون طرف بحث قرون وسطایی خیلی سیاه بوده و میگه که ما نمیخواستیم که در اصل این بازی از دید کلاسیک و اون ساختار قرون وسطاییش شبیه به چیزی بشه که تو مدرن داریم میبینیم میگه مزد میخوام یکی از رفرنس هامون توی طراحی اتمسفر و جو کلی بازی فیلم بلک هاک داون بود حالا میگیم چرا ربطه فیلم بلک هاک داون ریدلی اسکال یکی از اولین فیلم هایی بودش که اومد خیلی روی رنگبندی بندی شاطا و اینکه با این رنگ بندی ها نشون بده کجا داره داستان روایت میشه تمرکز داشت مثلا نگاه بکنید چون داره توی منطقه خاور میانه داستان روایت میشه خیلی همه چیز رنگ خاکی و زرد داره توی فیلم بلک هاک و همین موضوع رو اینا میخواستن توی بازیشون هم رعایت بکنن یعنی مدرنه یک تم رنگی داشته باشه و وقتی وارد قرون وسطا میشن یک تم رنگی متفاوتی و منحصر به فرد خاص خودش داشته باشه از طرف دیگه تیم سازنده برای رفرنس حالا توضیح میدیم که چرا رفرنس نموده ولی باز ارتباط پیدا میکنه یکی دیگه فیلم های ریدلی اسکات مد نظرشون بوده یعنی کینگدام آف هیون که میگه کنتیم میگه که خیلی درست نیست بگیم که ما از این فیلم الهام گرفتیم برای اینکه موقعی که این فیلم پخش شدهش ما وارد مرحله تولید شده بودیم یا یعنی اینکه اواخر پیش تولید بودیم و در حقیقت اون مدلی که برای تمپلارا دیزاین کرده بودیم و از قبل داشتیم و این فیلم صرفا یه مهر تایید هالیوود بود روی اینکه ما این مدل سازی و طراحی که انجام دادیم درست بوده و کارمون رو درست انجام دادیم و خودش هم میگه جالب میگه فضا سازی و ستینگ هایی که ما استفاده کنیم میشه اروپایی بوده تا آمریکایی توی بازی مثلا یکی از های بازی همون شخص منفی اصلی که تو اساس اسکرید میبینین اسم فرانسوی داشته که تا اون موقع خیلی چیز مرسومی نبوده توی بازی های چون اکثرا سعی کردن بازی غربی روی کرده شبیه به آمریکایی داشته باشن ولی اینجا چون گفتیم اروپایی اینجا مثلا اروپایی بودن آره فرانسوی, فرانسوی بودن, بودن. میگه که یک اون شخصیتی که اینجا مد نظرمون هستش که فرانسوی بوده رابرت دیسابل است که اون شخص کچل است که آخره بازی هم باش درگیر میشیم که یکی بدمنه است بازیه میگه تو واقعیت اونقدر هم آدم بدی نبوده و ما اون موقع نمیدونستیم که آیا کار درستی رو انجام دادیم که مثلا اینو به عنوان آدم بنفی دیزاین کردیم و قرارش دادیم ولی وقتی فیلم رو دیدیم دیدیم که اونا هم همین روی کرد و نسبت به این شخصیت نایت آره نایت در از استفاده کردن و خب این موضوع نشون میدادش که خب ما خیلی اشتباه نکردیم و کار درست داریم انجام میدیم از طرف دیگه این موضوع که ریدلی اسکات هم اومده تو فیلمش تمپلارا رو به عنوان شخصیت منفی نشون داده باز کمک کرده به اینکه مطمئن بشن کامل این کامل بیشت... منفی نشون داد چون من خیلی سال پیش دیدم نه، ولی کامل منفی نیست تو فیلم فکر کنم مثبت ترین هم صلاح الدین ایوبی بود دقیقاً <تصح> <تصح> یعنی اونجوری نیست که بگی آقا مثبت منفی ها هر خاکستری هم بیشتر شخصیت‌ها ولی خب میگه که ما فیلمو که دیدیم و البته رفتن دست جمعی هم, هم دیدن سینما. تو سینما کلا از تیم سازنده پروژه رفتن ما داریم آقا ببینیم دیدیم ریدلی اسکات چی ساخته وقتی فیلمو دیدن دیدن که آقا اوکیه کاری که ما کردیم اون ویژنی که داریم ویژن خوبیه به نظر یک نکته جالبی که دزیلت بهش اشاره میکنه اینه که طرفدارا بعضی اوقات عکس میفرستن براش از مثلا فرورانس و میگن ما اولین بار که رفتیم اینجا انگار که اولین بار نبود که اینجا رو دیدیم توی بازی مثلا اینجا رو تجربه کرده بودیم خیلی شبیه بوده به این موضوع همین اتفاق برای اورشلیم و در اصل یا همون قدس هم اتفاق افتاده بوده حالا با مزگی چینه که اصلا تیم سازنده اون موقع هم قدس یا اورشلیم نرفته بوده اصلا و تمام رفرنس هایی که داشتن بر اساس تحقیقاتی بوده که انجام دادن و دیدن که آره کارو خوب در رو که چند سال بعد یه سری از سازنده هاشون رفتن اونجا. دیدن آره 2014 گفتن نه دممون گرم. <applause> با اینکه نرفتیم ولی اینکه کارو خوب درآوردیم. یه نکته جالبی که داره که دسل بهش اشاره میکنه میگه که یه نکته که تو گیم پلی خیلی واسه من مهم بود این بودش که این خط روایی نذاره مثلا شما از بازی جدا بشی میگه در مثلاً میکو... که در اصل اصلا اصلا کاتسین خیلی خاصی هم نداشتش اکثر بازی شما میرفتی با شخصیت حرف میزدی میتونستی اونجا کنترل هم بکنی صرف... بکنی آره و یه جاله میگه میگه من هر وقت میرفتم خودم به شخصه با مثلا یه کاراکتر حرف میزدم میکردم به طرف <applause> و میگه که مثلا فازم این بود که میگفتم آقا مثلا همین بابایی که ما طراحی کردیم التایر هیچ چی نمیترسه و من به خودم میگفتم که آقا مثلا پشتم به تو میخوای چیکار کنی من قوی و قدرتمندم تو اگه از پشتم من حمله کنی من سریع جواب حمله میدم و خودش مثال میزنم میگه مثلا این گلرای توی هاکی روی یخ هستن که موقعی حمله میشه بعد برمیگردن میگن شوت, شوت بزن شوت بزن من میگیرم توپ تو رو گفت در اصل من فازم موقع این بود مثلا گفتم التایر آره بعد همچین کاراکتری باشه خیلی فاز لاتی هم گرفته بوده تو بازی پشتش رو به همه میکرده <تص> و اینجا مونتا خب ما از خیلی باید. از جنب های صحبت کردیم مونتا اساسیر زمانی که اومد یک انقلاب فنی بود واقعا این بازی مخصوصا تو بازی اوپن وورد و واقعا مثلا تعدد جمعیت ها میدیدی شهر رو میدیدی معماری که تو میتونی رو هر آجوری چیز بشی آویزون بشی و بری بالا خب این خیلی چیزای بزرگی بود توش مصنونش هم خیلی جالب بود تا سری مشکلاتی داشت باگم که قرمونش برم مثلا اساسین دیگه ولی از اون طرف بخوایم خدایی بخوایم حساب بکنیم یه انقلاب فنی بود بازی به شدت بی‌نظیر بود و تو بازی کلی هوش مصنوعی بود که این ور ور می‌رفتن و کارهای مختلف مثلا مثلا که التایر میرفت قایم میشد بین اینه این 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 که مثلا داشتن دعا می‌کردن میرفت وسطشون آره معلوم <صح Mitt> <تصح Karere> دیو داشت 200 دیو کیلو تجهیز نظامی ادا می‌زونه برای رفتن وسط راهبا رد می‌شی اونام کور نمی‌دیدن آقا چاقو به شکمشو و تا شمشیر به کمرش و اینا <تصفيق> 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 استفای استودوریان که گفتیم همون اون طراح هوش مصنوعی بوده میگه همون موقع برای ما سوال بود که آقا ما چجوری این همه هوش مصنوعی رو بذاریم تو بازی چیکار کنیم که اصلا این جواب بده و میگه با... ما رفتیم با همون بابایی که مسئول طراحی دید و تمامال التایر با کل محیط بود شخص دسته با کل محیط بود رفتیم به اون ایده شو در آوردیم مثلا میگه اگه وقتی شما تو بازی راه میرید مثلا میبینید که التایر مثلا رامیره مثلا یکی رو هول میده موقعی که مید دو مثلا یارو میده زمین یا مثلا دستشو میذاره رو شونه طرف خودشو مثلا کنار میکشه و میگه کاری کردیم که التایر همون اول بتونه همه این هوش رو شناسایی کنه بدون دقیقاً مثلا چه تعاملی با اون کاراکتر اطرافش داشته باشه با هر ایشون یه نکته خیلی جالبی میگه میگه بزرگترین چالش ما نشون دادن بدون مشکل یه این جمعیت بزرگ بود و چالش های دیگه هم روی این میومد یکیش این بود که مثلا نمیسیم آقا سبسو چه سخت افزاری ما داریم سر و کار داریم از اون طرف ما انجینمون هنوز طراحی نکردیم نمیدونستیم آقا این انجینی که داریم میسازیم چه قابلیت میتونه داشته باشه و اصلا این سخت افزاری میخوره به قابلیت انجین ما و میگه واقعا برامون سخت بود و همه اینا بعد میخواستیم ما یه هوش مصنوعی مدرن هم طراحی کنیم واسه حالا سیستمی که معلوم نیست در چه حدی قرار قدرتمند باشه یه نکته ی خیلی جالب و کاربردی که به نظرم از دید فنی هم واقعا باید به این مسئله درست پرداخته بشه صحبت آقای متو مازی, مازی برنامیس است ارشد بازی که میگه ما برای ساخت ام های بازی اون موقع از یک سیستمی به اسم پروسیدرال جنریشن استفاده کردیم این پروسیدرال جنریشن خیلی مهمه و به نظرم الان که تو جدید هستیم بعد حتما اینو بدونید اگه میخواد براتون یه سری چیزا براتون فنی براتون جالبه در اصل به صورت ساده میشه همون سیستمی که تو نومنز اسکای استفاده شده تو بازی روگلایکی که لولاش جنریت میشه هست. یعنی همون سیستمی که این لولار میکنه اما تاریخچه این سیستم مال الان نیست مثلا یکی از اولین نمونه‌های مدرنش Elder Scrolls 2 Drag فال فال, فال ببخشید و نکته جالبش اینه که اون زمان دگر دا رو داشتن طراحی میکردن یکی از دلایلی که خیلی انقدر معروف شده بود که خیلی محیطاش گنده بود و میگفتن مثلا در حد یه شهر انقدر بزرگه در اصل جنریت میکرد یعنی ده ده چیز تا داور چند هفته اومده بود گفته بودش که ادرس 6 از این سیستم استفاده می‌کنه و کلی ملت شاکی شده بودن نه عزیزم تو همه ادرس کورزا بوده از دو به بعد مثلا اون زمان ولی یه مشکلی داشته این سیستم پروسس جنریشن اون بازی این بوده که یه سری دانجنا در نداشتن یا یعنی یه سری دانجنا میرفتی نمیتونستی بیای بیرون یعنی این مشکل ها داشت چون خیلی اولیه بود درس میگن اولین نسخ اولین تیمی که اومده از این سیستم استفاده کرده برمیگره به بازی روگ برای 1980 این روگ لایک که میبینید روگ لایک روگ. مال روگه آره. خب تو خیلی از بازی الان میبینم نومنز اسکای از همش معروف تره و اصلا ربطی به این نداره میتونه تو تکسچر باشه تو ام پی سی میتونه باشه یه سیستم رندومایزیه کلا آره. حالا توی اساسین اسکرید چه از این استفاده کردن توی اساسین اسکرید آقا روله لمیه که در ما این سیستمی که تو بازی گذاشته بودیم بهش میگفتیم فرانکنشتاین سیستم و اینجوری بود میگفت ما یه, یه سری لایبرری داشتیم مدل مختلف چلاه مختلف اسکلت های بدن مختلف بالاتنه پایینتنه و انیمیشن ها هم یه بود که به همه اینو بخوره بازی که میومد در از کاری که میکرد کامپیوتر این بودش که این خودش جنریت کنه آدم ها رو تو محیط های مختلف و اینطوری مثلا باشه و نکته جالب دیگه که بهش مثلا میپردازه همه آقا استفای استوریان میگه میگه که مثلا ام پی ها بر این سیستم تو جای مختلف نقشه ریسپام میشدن ولی ما بعد یه کاری میکنیم که رفتارهای مشخصی داشته باشن میگم ولی ما کلا یه رفتار بیسیک اصلی واسه شون طراحی کردیم اون نمیدونم که در میرفتن از دستتون میگفت مثلا اگه از دیوار میرفتید بالا از دستتون فرار میکردید همونه دیگه هر کاری میکنی سری سری میگن فرار میکنم اونا آخه وای میسن فرار هم نمی یه سری هاشون و میگه که مثلا اگه یه یکی مشت میزدی تو محیط فرار میکردن همه بعد نکته جالبش میگه میگه این میگفت برنامه این پیسی جوری بود که تا حد ممکن ازتون دور شد میگه اگه تا صبح هم رو تقریب میکرد یارو فقط داشت در میرفت و زمانی که در مرفت از نقش خارج میشد کامپیوتر رو یه جای دیگه جنریت همین امپیسیه رو و خودش به خنده اینو با خنده تعریف می‌کنه شما هم تا عبد دنبالش می‌گین تا عبد فرار می‌کرد کار دیگه ای انجام نمیداد با اینکه جمع کردن یه بازی مثل اساسین خیلی کار سختی بود اما تیم سازنده خیلی با هم دیگه خوب تا می‌کردن و فضای کاری خوبی داشتن الکس درویان تعریف میکنه که درویان تعریف میکنه که زمان ساخته بازی خیلی آزادی عمل داشتن مثلا میگه که وقتی مثلا هر کی میرفت سراغ پاتریس دسیله میگفتش که آقا ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم یا بخش دیگر رو در از باید حض بکنیم و, و این داستان ها هرچند دسیل تصمیم نهایی رو میگرفت اما اکثر موقع برفشون گوش میکرده و سعی میکرده که اون آزادی عملا رو همچنان براشون قرار بده مازی روله میگه که اجرا کردنه یه سری از ایده های اساسی کرید واقعا جهنم بودش میگه خیلی سخت بود و دو تا چیزش خیلی انقدر سخت بوده که هنوزم که هنوز یادشه میگه اولین چیزی که وجودش این بودش که اصلا ما چجوری توی این محیط اوپن وردی که طراحی کردیم میخوایم حرکت کنیم یا هم نویگیت کنیم و دومین دیگه دوم مشکل دومی که داشتن تو بخش دیزاین اینه که به واسطه اینکه خب خیلی بازدید بزرگه و شهرهای بزرگی داره اینه که چیکار بکنیم که اصلا حضور توی این شهرها و تعامل باش داشتن باهاشون سرگرم کننده و فان باشه اینکه بریم مثلا فلانجا چه کار باید اینجا انجام بدیم چالشاش چیه برای کارهایی که هدف قرار گرفته تو اونجا انجام میگه سر همین آخر سر چه یه میندازه به پاتریس آره آخر سر میرن سراغ یه بابایی به نام ماکسیم بلاند این ماکسیم بلاندو که آوردن به عنوان طراح ارشد آوردنش لید دیزاینر آوردنش که همین چند وقت پیش هم به خاطر ماجرای آزار جنسی و اینا از یوبیساف با یه تیپ ها آره شوتش کردن بیرون خودش هم در از توی یوبیساف کارگردان اسپینترسل کانویکشن بوده و اسپینترسل بلک لیست که بعد از اون هم دیگه کلا اسپینترسل نداشتیم متاسفانه میگه که اولین وظیفه پتریس سیلت این بود که کارگردان باشه در کنار اون خودش هم طراح ارشد بودش ولی خب بعد مدت متوجه شدیم که بهتر پتریس بود کارگردان باشه طراح ارشد یه کس دیگه ای باشه که همین مکسیم بلاند رو قرار دادن خودش میگه که موقع پتریز سیلت خیلی ایده, های ایده و تزای جالبی رو مطرح میکرده ولی خب تو طراحی مکانیکا خیلی تجربه زیادی نداشته توی این فرم بازی مثلا دارد. توی ف... ساختار بازی اوپن ورد در نهایت ریسک میپذیرم و مکسیم بلاند رو میارم اون طرحشات ریسکی که جوابم میده تا حدودی تو طراحی اساس اینگرید یک در کار مکسیم بلان یه نفر دیگه یعنی پاتریک پلورت ایتزاپن <تصفح> پلورت نم فانزه که از خ... کاناداییه و خالق چاید آف لایت و کارگردان فارکرای سه بوده و آن بعدن آن... میشه آره يعني... بوده منظورم قبلا بوده ولی بعد از از, از بوده و چند نفر دیگر هم به تیم اضافه میکنن و مکسیمان کلا قرار میشه که دیزاین کل بازی رو تررایب بکنه و در بیاره متو مازی روله میگه که کل این حرفه از کل مازی روله آره، بود که داشت میگه مستش. که من و پاتریس خیلی روابط خوبی داشتیم و با این حال پت... اساسینگ سرید مثل بچه پاتریس بودش و خیلی وابسته به این بودش که اینو میخواد درست در بیا همه چیز چفت و جور باشه با این حال و این وظیفه خوش میگه متاسفانه این وظیفه بر عهده من قرار گرفته بودش که بیام به پتیز بگم آقا این ایده ای که دادی اصلا اجرایی نمیشه نمیتونیم درش بیاریم و اینا از نظر فنی مسئله داریم و محدودیت داریم یا اینکه مثلا این موضوع رو نمیتونیم توی زمانی که داریم پیاده سازی بکنیم میگه یکی از بزرگترین چالش هایی که داشتن تو جریان ساخته بازی سر اسبا بود طراحی اسبا چون اصولا توی دیزاین یک بازی اوپن ورد خیلی سخت بودش که بخوان اون رو هم اضافه بکنن و لحاظ فنی اصلا نمیتونستن این کار رو انجام بدن میگه اون موقع این اومدن سر این که بخوان اسبا رو پیاده سازی بکنن نشستن صحبت کردن توی یکی از جلسات پاتریس میاد میگه که آقا دور اطرافتو دو ببین همه جا ماشین هستش یعنی همه ماشینی ماشین اینور میرن خب اون موقع هم که ماشین نبوده اون موقع اسب بوده در بعد همه جا دور اطرافمون اسب باشه اگر این نذاریم تو بازی بازی خوب نمیفروشه و موضوعی هم نیست که بخوای دربارش مذاکره کنی با من باید این باشه <تصفح> خیلی چیز بودن خیلی انعطاف داشته دوستمون اون زمان در رابطه با اسبا خیلی حساسیت به خرج میداده که حتما توی بازی باشه و این یه مکانیکیه که اصلا جزی از بازی و دنیاییه که ما داریم طراحی میکنیم در میگه اینی که تو میخوای اسبا حذف کنی دسیده به مازی مازی میگه. به مازیرولله میگه این یه مکانیک نیست حذف کنی یه بخشی از جهان بازی نمیتونی آره. اینو حذف آره. کنی آره. و میگه که ببین چرتوپه تحویل من نده برو بسازین من نمیفهمم باید اسبره بذاری تو باسی قفل اسبره بوده خود پاشتیزیده یه نکته جالبی اشاره میکنه میگه من همیشه خب به عنوان کریتیف دایرکتور کارم این بود که محدودیت ها رو کنار بزنم و حقیقتش هم برای من مهم نیست اصلا چقدر سخته در آوردن این کار یا چقدر هزینه برای من کریتیف دایرکتورم من بعد میگم اینا رو بسازن و بعد اینا بسازم بیا من درک میکنم چالش های تیم فنی رو اما در نهایت میگه من یه فروشنده من ازش ایده هاشه مثلا فروشنده ایده هم. من بعد بگم این ایده ها و بعد از این ایده ها استفاده بشه و خودشم هم میگه, میگه من طراح خوبی ام من میدونم چه جوری بعد چیزای مختلف کنار رو هم بذاری و این نتیجه عالی ازش بگیری میگه اسبم همین بود من خیلی واسم مهم بود که اسب توی بازی باشه اما بعد از یه مدت فهمیدن واقعا شدنی نیست هرچند الان همون ایده اولیه منو شما تو بازی میبینید که تو شهر که میرید اسب دارن ملت و تو شهر هم میتونن از سواری کنن چون اساسا که یک اسب سواری داره تو شهر ولی اسبی نداره بین شهرها بین, می بین شما میتونید از اسب استفاده کنید میگه که سر چی مثلا می گفت من گفت متو بیا مقابل من من گفت این کارو بکنین فان میشه فان نمیشه من گفتم تو کار بین نداشته باش که فان میشه فان نمیشه اون با منه تو بعد به من بگی اینو میشه در آورد یا نمیشه در آورد این که فان بودن یا نبودن کاملا کاری که من انجام میدم و میگم مثل مثلا سر همین قضیه اسب من گفتم که مثلا خیلی ا... که خیلی عجیبه که مثلا آقا شما چند تا شهر داشته باشی بعد تو شهرات اسب نباشه خیلی ده مسخره چرا تو شهر اسب نیست و این کار بعد باشه تو بازی ولی از نظر فنی یه جلسه یه روز میذارم میفهمن که نمیشه میگه مثلا یادم یه مرحله بازی بود یه دونه در ورودی داشتش به اورشلیم یا همون قدس و میگه که اونجا بعد تا اونجا از سواریم میکردی به اسب میذاشی دم در میرفتی اونجا و میگفت مثلا این کاملا برعکس فلسفه بازی بود یعنی چی اسب بذارید اینجا مثلا بعد برین دیگه آزادی نیستش تو بازی دیگه این دازی داره محدودت میکنه اون اوپن وردی که ما داشتیم دیگه اینجا جواب نمیده مونتا میگه که وقتی زیاد بحث کردیم متو همین مازی روله میگه به من یه چیزی نشون داد گفت ببین نمیشه این ما الان کلی خودمونم داده داریم که بعد تو بازی بذاریم اینو بذاریم اصلا نمیکشه بازی مشکل میخوره میگفت یه صحنه من نشون داد که این اسمیات تو شهر سرعت اسب با خود این طراحی شهر نمیخونه میگفت مثلا اسبه که با سرعت میرفت کلی پاپین تکسچر میشد محیط نه اینکه قرمونش برام اصلا نداره اصلا <تصحنت> <تصحنت> و میگفت مثلا یهو تکسچر میومد بالا تکسچر غیب میشد و میگفت چون ما زمان کمی هم داشتیم نمیتونستیم در در نهایت من بیخیال شدم ولی ایدم این بود که اینو بزنم و الانم با توجه به اینکه قدرت فنی زیاد شده اینو گذاشتن میگه مثلا خود آقای مازی مازیروله میگه یه چیز دیگه که پاتریس خیلی سرش به من گیر داد ما آخرام اینو میگفت دوست تو بازی بچه باشه بچه ها بازی کنن و اینا میگفت منتها شما تو نسخه نهایی بچه‌ای نمی‌بینی میگه دلیلش این بودش که اگه الان توجه کنید ببینید همه آدمای تو بازی یه سایزن یه قد و تقریبا اندازه هستن و میگفتش که این یه دلیل فنی داره اگه من میخواستم شخصیت بچه دارم خب سایزش با بقیه کی نبود بعد انیمیشن های جدایی واسش تر میکردم این, این،, کلی پروسش کار میبرد سر همین دیگه مجبور شدیم انیمیشن کلن هست کنیم بچه رو نزنیم دیگه سر اینکه انیمیشنش خیلی مشکل داشتش و یه نکته جالبی دیگه که داشتهش بازی مپس فنیش این آقای الکس روی میگه میگه که موشن کپچر بازی خیلی پروسش سخت مثل الان راحت نان گفت اون زمان تازه یه دونه استودیو موشن کپچر یوبی درست کرده اون حوالی ما و میگفتش که مونتا با استانتمنی تو اساسنس کردی یک نبود هر چیزی دید ماها تقریبا درش آوردیم میگه که یوبیسوف یه استودیو انیمیشن موشن... یه استودیو موشن کپچر راه اندازی تازه کرده بود و من گفتش که مثلا الان خیلی از بازی میبینید یه مثلا بازیگر میارم بدلکار میارم میگه اون موقع اصلا ما هم چیزی نداشتیم چقدر با بدبخت این بازی ساختن ها حالا جلوتر هم چیز ج... جالب تری هم داره و میگه که بازیگره میگه خود من در از ال الکس دروین کاری هرنی میگه التایریک شما میبینید منم ال تا... <تصفح> و میگه که ما کاری که میکردیم این بودش که میرفتیم تو, می تو پارکینگ یوبیسا آف شما مونترال اونجا مثلا با این شمشی چوبی ها و این شمشی پلاستیکی ها همش داشتیم تمرین میکردیم بعد میرفتیم تو استودیو مثل سگ همدیگر رو کتک میزنیم تو استودیو موشن کپچر اینه حرفش نشه بیت <تضح> با این حال سیستم مورد بازی خیلی مورد انتقاد گرار قرار <تضح> گرفتش بعد <تضح> از <بناسبتش خیدی شدید. تضح> چیزی که البته خود استفان اسدوریان هم بهش اعتراف میکنه لوک ترملی یکی از یک از نمیسن، برنامه نویسا گیم پلی بازی میگه که اون زمان اتظار میرفت که کلا به خصوص این که قرار ب... م... یه گروه زیادی از کجوال گیمرها ها بیان کنسول نیکس رو تهیه بکنن که اتفاقا درست هم از آب در اومد ما باید یه جوری طراحی بکنیم که بازی رو که یکی راحت بشه بازیش کرد و یکی علاوه کیفیت و گرافیک و این چیز موضوعات خیلی سطح بالایی داشته باشه که دقیقا هم همین کارو کردن و این معنی رو میدادش که از کرید بالاخره بلاک باستر و یوبیساف بودش و طبیعی هم بودش با توجه مشخصاتی که داشتش گیمیر های هاردکور یه ذره ایراد بگیرم به گیم پلش موضوعی که خود اسدوریا میگه من کاملا درکش میکردم که چرا این ایرادات وجود داشته خودش میگه دقیقا بازی ما نقطه مقابل دارک سولزه آره. با این حال خود جریان و فرایند ساخت اساسین کرید بدون سمیمیت و شوخی ها و این چیزا امکان پذیر نبوده مثلا یه بابایی داشته اونجا تو استودیو به اسم کلاد لنگلیس فکر میکنم که راب لید تیم برنامه نویس بوده خیلی هم آدم گوندهی بوده و هیکلی بوده توی کالج هم فوتبال آمریکایی بازی میکرد بولی استارتر پکین <تصفح> آره همه مشخصه داره <تصفح> <تصفح> الکس روی میگه یه آدم از یه سری این فاز شوخی گرفته بوده من دیدم که این با چیز اسمش چیه با صندلی افتاده دنبال یه برنامه نویس دیگه میخوام بگیره بسنتش انقدرم زور داشته که بگیره با یه دست مثل که صندلی رو گرفته بزنه تو کله مونی که برنامه نویسه و از طرف مثلا اون فرهنگ نرفکان که ما تو قسمت راکستار هم گفتیم با این تفنگ های نارنجی پلاستیک میزنم و اینا اونجا هم توی یوبیسافت هم وجود داشته و همش کلا داشت با این نرفکان هم هم دیگه بازی میکردن یا مثلا تولد یکی از تره در از شهر بوده آرشیتکت شهر بوده که بقیه اعضای تیم تصمیم میگیرن که یه خونه چوبی و پلاستیکی توی این مایه دوره مثلا میز کارش بسازن چون حال طرف تر ساختمون ها، اینا تو شهر بوده اینا میان همچین کاری بکنن خیلی کارتون با مزه بوده مرسی واقعا جر خوردم با مزه بود دیگر نفستید آره مرسی یه اون هم مثلا چیز می آخر هفته همه تراششون رو میکردن که دوشنبه که این قرار بیاد و اینا بدن سپرایزش کنن و کلا خیلی با مزه بودن توی این نه هنوزم بامزن یا نه بامزدگیشون دیگه زیاد رفته یه تعداد یا به آزار از یعنی جنسی آزاره از حد گذاروندن شو خیار رو دیده نظر میاد ما هم بامزدش کنن گندش در بودش بعد از این میگه اون موقع ما خودمون اکثرا یا اواخر 20 سالگی بودیم یا اوال 30 سالگی بودیم و دانش کلن کسی فاز مثلا خانواده و اینا خیلی صفر نداشته نه بچه کسی داشته نه اونجوری مثلا میگه که خیلی در قید و بند خانواده و این داستان ها در, در قید و بند پدر و مادر کسی بود نه در قید و بند زن و بچه آره همه دوران مجردی و خوشخوشانشون رو پشت سر میذاشتن در اینچه میگه که دو شنبه های هر هفته ما میرفتیم بار کلا همه گی نوشیدنی میزدن ب... نوشیدنی هم خنده میزدن به بدن و اینا تا مثل این که تا پاسی از نیمه شب اینا تو بار بودن ساعت نه سه شنبه میرفتن دوباره سر کار اول هفته رو کلا بس کلن... کسی از ایده هاشون اصلا تو همون باره آره، اول هفته رو خیلی سنگین برگزار میکردن تو هفته شروع بشه اوزرش رو زر نره که این رویه هم تو دو سال داشتن یعنی هر هفته همین برنامه او خسته شدی موز بری خیلی <تصفح> مهمونی میگرفتن و کلا خوش میگذروندن و خب چون سختم کار میکردن سختم مهمونی میگردن میگفتش م... که work hard party harder آره دقیقا شعار خیلی زیباییه که <applause> <applause> زن بچه هم مادر پدر هیچی در کار نبوده خیلی آزادانه میتونستن وقتشون رو صرف این کار رو بکنن از طرف خب دزیله میگه که پروسه ساخت خیلی هم سخت بوده هم پرفشار بوده یه روزای خوب اوضاع خیلی به واسطه فشار کار خیلی بیریخ میشده و خیلی افتضاح میشده و نیاز بوده که این ماجرا وجود بده ولی خودش میگه بزرگترین ناراحتی که داشته تو جریان ساخت بازی این بوده که اکثر تیم سازنده سنز تایم تا اون زمانی که اساسن کیو... کار کار میکردن اهم پاشیده بودن دیگه نبودن تو استودیو میگه اکثرشون رفته بودن و کلا ده نفر از اون تیم اصلی سنز تایم باقی موندن که بعداً هم هفت نفر دیگرشون به خاطر فشار کاری از یوبیسافت خارج شدن کلا وقتی که بازی رو تموم میکنن سه نفر از تیم سنزاف تایم یه, یه سریاشون هم رفتن رو وریر ویتینو آره. تو ترونز کار سه نفر فقط مونده بودن که روی اساس اینکه نهایت کار کرد پریس راجع به سختی کار صحبت کرد ما زورلی هم در میاد همین حرفا رو تایید میکنه و میگه که واقعا سخت بود ترایی هوش مصنوعی سخت بود لیول دیزاین سخت بود پرفومنس بازی رو در بیاری هم میگه پدرمون در آمد خیلی سخت بود میگه که یه مثال جالب میزنه میگه روز اولی که سونی برای ما دفکیتا رو فرستاد دفکیتا پی سی رو میگه اون زمان دفتر اصلی یوبیسافت و مونترال خیلی جای داغونی بود به اسم بیگارخونه در اص... اصلا ازش نام میبره و میگه که شبیه این کارخونه پارچه خیلی قدیمی بود که همه داغونن و یه جا نشستن همه تو همه و بدبختن و اینا و میگفتش که از اون بدتر وضعیت توالت ها بود میگفت ما یه مش مثلا مهندس بودیم و مثلا توالت رو مثلا در... از توالت عمومی بدتر بود میگفت ولی یه سری توالت میگه داشتن دم دقیقا دفتر اینا یعنی اون بخش اینا بودش و میگفت دم اون توالت هم یه یعنی جبه فیوز بود و میگفت اون همون روز اول که ما دفکیتو گرفتیم شروع کردیم کار کردن باش و همون روز همه دفکیتا رو روشن کرده بودیم مثلا ببینیم کار چه جوریه اپتیمایز بکنیم و ببینیم اصلا چیکار میخوایم با این انجام بدیم دفکیتای و میگه که این دفکیدم هم, هم از پاور استفاده میکردن خیلی قدرت زیادی میخواسته دیگه بعد از اون طرف میگه من همینجوری داشتم از دم دستشویی رد میشدم دیدم این باکس برقه آره این باکس برقه داره آتیش باکس فیوزه باکس فیوز داره, داره منفجر میشه گفتم آقا خاموش کن خاموش کن این داره من میگه انقدر اوضاع ما خراب بود از اون به بعد یه قانون گذاشتیم هر کی میخواست دفکیت روشت کنه داد میزد دفکیت آن که <laughs> <laughs> بقیه مثلا بدونن همزمان این دفکیت ها روشت نشه اونجا نابود بشه ما برق میرفت دفتر موتور برق خریده بودیم همه نمیتونست همزمان کیساشون رو روشن کنن نوبتی روشن میکردیم کیسامون رو کارمون رو انجام بدیم در با همه سختی ها کار پیش میره میرسه اواخر ساخت و ولی خب اکثرا مونده بود که آقای استنسکیت واقعا بازی خوبی میشه یا نه میگه اولین دست میگه اولین جایی که ما واقعا فهمیدیم بازیمون یه چیزی از توش در میاد زمانی که تور اروپای بازی رو شروع کردیم و اون زمان خب اینج... جو... الان خیلی مرسومه یعنی مثلا پیرویو کود... پیر کود دیگه میفرستن سازنده ها. یه این امضا میکنی آره همون باشون امضا میکنی مثلا این اطلاعات چیزه مثلا سر سینترو هم همینجوری شد آره. سینترو تقریبا دو ماه قبل از که انانس بشه ما میدونستیم نمایش واسه با باد... بودیم بازی آره نب... بازی هم دیده هم بودیم. گیمز کامش رو آره و بعد از اون یه گیم پلی هم دادن گیم پلی هم ازش نشون دادن و اونجا آنلاین هم ازشون مثلا ازشون سوال کردن دس پرودوس سه رو ما قبل لانش... از کد داشت تقریبا به بخش عمده از و بازی کرد آره الان خیلی مرسوم آنلاین سرعت اینترنت هم بالاست بعد اصلا بعد کرونا هم که اصلا دو برابر شد آه. این قضیه ولی اون زمان اینجوری بود که مثلا که دوستان پام می‌شدن می‌رفتن کشورهای مختلف به نشریات مختلف اون کشورها نشون بدن خود چیز پاتریس دسر و الکس دروین میگن که با هم رفته بودن چیز تو رو با هم این دوتا رفته بودن میگه که ما رفتیم آلمان و انگلیس و فرانسه کانادا بودن خودشون دیگه میگفت آلمان و انگلیس و فرانسه رفتیم اونجا به جورنالیس هم مختلف نشوندیم بعد اونا میگفت خیلی خوششون اومده بودین درهای نوشابه همینجوری میپرید <تصفح> <تصفح> پتی دزی از هر میگه من خیلی کنفرانس ایتیری ایکس باکس رو خیلی خوب یادم مونده همه گیمرای اون سال یادشونه من خودم کنفرانس رو زنده نیدم ولی ویدیو رو یادم اصلا موقع معروف شدی که اساس دیگه میگه که منو و جی جی, جی رو استیج بودیم اوضاع خیلی بد بوده چون من داشتم بازی رو لایو وازی میکردم میگه اصلا خبری از ویدیو قبل ضرب شده و اینا نبود میگه قرار بود که من یه بخش از بازی و لایو بازی بکنم خیلی استرس داشته که آقا اوپن ورد بازی لایو گم بالا نیاد و این داستانا نشه میگه در نهایت ماموریت با موفقیت پشت سر گذاشتم اون نفری که باید میکشتم و کشتم خیلی خوشحال بودم و اینا ای کار درست انجام بدم همون لازه اون یه باگ زده دو بازی <تصفيق> <تصفيق> باقی خیلی برای با ویدیو شده من داریم میگه خب ولی خب این یه بخشی از زندگی دیگه ممکن فکر کنید شما سه ساله دارین روی تمام وقت و انرژی خودتون رو گذاشتین روی بازی و میگن روی استیج نشونش بدیم و همون لحظه باگ میزنه بازی به همین باعث شده بوده خیلی استرس بهشون وارد بشه هم به پتی دیزیل و هم به تیم سازنده که یه گنگاری بالا نیاورد این داستان در نهایت میگه که من موقعی که بازی ارزش شد اما موقع از بیصاف رفتم میاد دقیقا قبل از اینکه بازی معلوم بشه میترکونه و بترکونه و این داستانا میگه خیلی مستاصل بودم چون اعتقاد داشتم که این بازی که ساختیم خیلی فاجعه است پر باگ و اونقدر گیم خفنی نداره و اینا ولی خب در نهایت بازی اومد و ترکون اساس این کرید 13 نوامبر برای پی 3 2007 برای پی اس 3 منتشر شد اول پی سی نداشتش و تونستش متأسفانه نمره 81 کم بگیره و البته خیلی فروش خیلی خوبی هم تجربه کرد حتی برای مدتی تونستش بیاد صدر جدول بریتانیا رو از کال اف 4 دیگه اصلا ببینن اوله بیشا خودمه کال اف بگیره توی دو سال فروش بازی به 8 میلیون نسخه رسیدش و شرایطی ایجاد کرد که الان تبدیل بشه این مجموعه به بزرگترین و درآمدزاترین مجموعه تاریخ یوبیسا که الان هم یه قصد دارن که لایف سرویسش بکنن و بیشتر پول در بیارن یک کم پول در می بیشتر پول در بیارن بیشتر گیم پلیش رو خراب بکنن مرسی آره این شد داستان ساخت اساسین سکرید به نظرم یکی از بهترین بازیایی بود که میشد تجربه کرد اون دوران حتی میشه به عنوان حالا البته همیشه در مورد این بحثه که میگن اساسین کرید دو یا برادر هود بهترین اساسین کرید است مشکلی که کرید یک داشت, داشت همین سربر سر بر جایش دقیقا که فعالیت زیادی به جز داستان توی بازی نداشتیم برای انجام دادن یعنی ساید اکتیویتی نداشت اصلا بازی یا ساید میشنه اونجوری نداشت خیلی تکشاری و ولی از فنی به شدت بازی اصطلاحا جادراپینگی بود واقعا عجیب غریب بود اصلا این چیزهایی که تو میریدی مثلا تو نسل جدید این تو قشنگ میفهمیدی آقا یه نسل اومده جلو و نکته جالبی هم که داره یکی از دلایلش این بود که سی پی قدرتمندی داشتن به نسبت خودشون 360 و PS3 خیلی بازی سی پی محوری بود اساسین من یادم خود تو جواد مشکل داشتی دیگه کورت میخواستش نمیدونم تو بود یه جواد سیپیوتون تکسته ای بود چون شما برای جز فرقه کنسول ها میروند و میایند پیسیس میموند و, و, و دیگه <applause> 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 من خودم اون موقع اولین باری که ویدیو اساس دیدم که این آدم ها رو اینجوری با دست میداد کناری یا اینجوری اینجوری میدوید تنه میزد به اینا و اینا اصلا کورکوپر هم تو قبل از اون تو همیشه عادت داشتی کاراکتر وقتی به هم دیگه می‌خوردن اینجوری لیز می‌خوردن و کارا هم دیگه می‌رفتن یعنی که هول فقط داده می‌شدن یعنی باگ می‌شدن یا اینجوری می‌رفت کنار تو مثلا رد می‌شد یعنی گیر می‌کردی بهش نمی‌تونستی بری ولی وقتی اول مرو اساس گیدم اینا ما هم دیگه می‌خورن یه تعامل خیلی واقعی دارن واقعا کورکوبر هم ریختش چیز غریبی بود با اولین باری هم که یکیو از بالا می پری با های میکشید اصلا جگرت حال میاد میگه عجب چیزی و فلان و اینا خیلی به ب... حالا همه اینا به کنار ریکوست <تصحیح> <در دوست. تصحیح> من به شدت از تیکه های مدرن بازی خیلی حال با اونا حال میکردم یه فوز معماگونه عجیبی داشت مثلا میرفتی از تو دستشوی اتاق دزموند گوش میکردی این اون که دو تا شخص هستم شما یادن نیستش تمپلارا در از هم امروزی که ابسترکت یکی دکتره بودن. بود دکتره بود یکی یکی کریستیان بل نقش آره بازی دابل ایجنت بود در اساس این بود که نفته بود با تمپلارا داشت کامی میرفتن اونور حرف میزن تو سیداشون از تو دستشوی کانال دست میشنیدی بعد این لعنتی از سکیوریتی یک زیرنویس نداشت خیلی از مشکلاتی که من با بازی داشتم زیر نویسن رو این که واضح آره اصلا یک زیر نویس انگلیسی نداره رو پی سی شاید اینجوری نه رو کنسولم نداره مطمئن مطمئنم اصلا تو مخ هم بود این داستان که چرا این بازی زیرنویس نداره تو حالا یه ناشنوا چه جوری می‌خواد اون موقع اینو بازی بکنه نمیتونست بازی بکنه البته این تیکه ای مدرنشون هوای خوب بود دادی گند نشد اولا تو ریویلیشن که یه سری در... لول‌های فرست پرسن معمایی دادوش. کجا رفتی دزمو سری لول فکر کنم اختیاری هم بود ریویلیشن آره. میرفتی اول شخص میشد پازل بود آره. بعد بالا پایین بود چقدر لول تو مخی بود آره. الان که دیگه کلا بی خیالش شدن در حد مثلا 15 ثانیه وسط 15 ساعت گیم پلی مدرن شد هرچند نهایتا داستان همیشه با اون مدرن تموم میشه داشتم اتفاقا امروز به این فکر میکردم که چقدر حیف که اساسین های کلاسیک دیگه ما اون شیوه گیم پلی نمینیم و چقدر حیف که 1666 کنسل شد آره چقدر حیف. این پتش... حالا اصلا این موضوع رو مطرح کردی یکی تو مخترین داستان هایی که وجود داره اینه که ببینیم ما الان دو ساعت نشستیم براتون توضیح دادیم کلا دو بار اسم جی دریمون اومد یکی اون موقعی که خودش تازه استخدام شده بود اسادوریان و اینا رو استخدام کرده یکی همی که با روی استیج با نکتهش آقا میدونی چیه جی ریموند یه نکتهی که داشتهش این بودش که مسئول چیز بود استخدام بود خب بعد خیلی ازش تعریف میکنم میگن خیلی آدم راحت و کولی بود و کلا مثلا اینکه از کارهی کرده بود این که یه سری دیزاینرهای جوان رو بهشون اعتماد کرده بود یه سری دیزاینر خانوم آورده بود رو بازی میگن خیلی آدم مثلا روشن فکر رو خوبی بوده تیم بلد بوده من جنب از این جهت شما که خیلی به اسم جی, جی مون میزنن اساس این کریدو در صورتی که بازی بازی برید از. مثلا تو چیز خالقای بازی رو ببینید از نفر به عنوان خالق بازی نام میبرن پاتریس دسیله و چون خودمون تو پیج اینستا زده بودیم این ولی سورس اینو میگه دیگه پاتریس دسیله و کریمه ای و که اینجا اصلا کریمه ای نبود یعنی تو این داستان این تو این پرونده که ما گفتیم اصلا کریمه هیچ حرفی نزده بود که نویسنده کل سری بوده و میبینیم که ایداش اصلا اون خالق آتلاس اصلا ایده اپلاف ایده اف ایدنو داده و خود پرستسیله داده و کریمه و پرستسیله و جی ریموندو میارن و نهایتا داستانی که وجود داره اینه که پت خیلی سرنوشته عجیب و غریبی داره این آدم رو دو هم کار کرد بهترین اساسینز کرید آره. هم از زن نمرات هستن کرید دو و اینکه رف و تی اچ کیو که آمستردام 1666 رو بسازه که بازیه رسما چیز بود رسما اساسین کرید بود با تم پلک آره. این داشت که میتونستی تو موش رو کنترل بکنی و یه سری جک جونور کنترل کنی شخص دستی از این ماسکای دکترای آره. شیطان بود چاست چیز عجیب آره. بود. زبان اسپانیش فلو بوده دیگه آره. اون موقع این ماسکای دماغ دراز و اینا بود که بعدا خود از گیدام و میدونی چیش ناراحت کننده تره اینه که تی اچ کیو نه تنها ورشکسته شد اینکه یو بی سافت نمیشه گفت با نامردی بیزنس دیگه رفت امتیاز این بازی رو خرید و کنسلش کرد یعنی امتیاز البته از... که کنسل شدنش به این واسطه بود که خود پاتریس سیل نمیخواست کار کنه زیر دست یوبی ساف مخوا... یو نمیخواست یعنی اینو تو بحث بعدن تو پاتریس اومد یه مدت تو یوبی ساف کار کرد آره و مشخص بود, که آره مشخص بود اینا نمیخوان یه رقیب واس اساسین کلید درست کنن ایده تی اچ کیو دنی بیلسون که پریز دستینر رو استخدام کرد ایدهش این بود که آقای تی یه بازی مثل اساسین داشته باشه و چی بهتر از که خالق اساسین کرید اینو بسازه اونم اومد یه سری یعنی همون یه ویدئویی که از 1666 آمستردام فوق است اون ویدیو آره دارین می‌بینین آره, آره, و خیلی ناراحت کننده است و مثلا الانم این یکی بازی آخری که داد از نظر نمرات چیز مالی نشد و عجیبم نیست هیومن انسستور که خب مت... مشخصه این آدمی که ایدای فراوانی داره و با تیم ایندی یا تیم دبل ای نمیتونه رو در بیاره و به نظرم هنوزم یکی از واقعا آدمایی که هنوز میتونه یه دونه شاهکار بسازه خبری هست هنوز تو همون استودیو خودشه من امیدوارم یه استودیو گنده سونی مونی بیاد استخدامش کنه مایکروسافت بیاد استخدامش کنه یه جوری که این بودجه مشکل بودجه بدبخت نداشته باشه خیلی بازی سازه بازی سازه بازن... واقعا گردن کلف و نخبه ایه واقعا حیف این سافشو سنز اف تایمو ساخته اساس ساخته همین بس دیگه برای کار دو, دو تا بازی دو تا بلاک پاسر اصلا با بازی یوبیساف شد یوبیساف با بازی یوبیساف شد امروز دوباره ایمان. دو مرحله پیشرفت چشگیری بیسا دقیقا با بازی های این چک گرفته حیف که دیگه پرینسی نیست هم بهتر نباشه البته با این ریمیکی که دارن میسازن حیف که اساسن به این مسیر امروزی شاید خیلی خوششون بیادم مسیر امروزی اساسین کرید ولی من شخصا به عنوان کسی که از روز اول بازی کردم و خوشم میومد از این مجموعه شرایط فعلیش اصلا رضایت ندارم خیلی به نظرم دیگه چیز شده قش کرده سمت که پول در بیارن تا اینکه بازی خوبی رو بدم و این کش شدن علکی اساسی که ایدای آخری واقعا تو مخه تو بشینی صد ساعت گیم پلی همش گرایند کنی و اینا واقعا تو مخه و هیچ ربط دیگه نداره به بازی اصلیه این آخرین نسخه که واقعا ربط داشت از لحاظ فضا سازی گیم پلی و اینا یونیتی بود بازی خوبه بعدش دیگه کاملا از چیزم بود یارو نسخه تو لندن بود چی بود اوه سندیکیت هم همون رو که ولی خیلی فاجعه بود سندیکیت میشه یونیتی از فنی سندیکیت رو میخوره تو تو سیندیکیتم یونیتی خفنه تو لندن راه بریم مثلا یه دونه که کل از بعد دو تا آدم اه. یونیتی میری انقدر جمعیت هنوزم بازی قشنگی از لحاظ گرافیکی وقتی میری بازی دو تا م... سیزن پیش تعریف کرد دقیقاً هنوزم من رو این حرفم با اینکه نصف جدید بازم اومده بازم به نظرم جزء بازیایی که هنوز زیباس و چشم نوازه آقا این هم از داستان خیلی عجیب و غریب نه ولی جالبه ساخت اساسین کرید و چجوری پرینس آف فرشی شد اساسن کرید چجوری پرینس شد اتایر روایت کردیم براتون امیدواریم که به عنوان قسمت آخر این فصل از بازی که هست خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین اوه یه oh yeah. حرف نکته چیزی نه دیگه اینم حالا یه دو هفته دیگه دوباره برمیگردیم دو هفته دیگه برمیگردیم یا هفته دیگه برمیگردیم دو هفته دو هفته دیگه برمیگردیم دو هفته دیگه, دیگه, دیگه. دیگه, دیگه. ان از بالا اشاره میکنن دو هفته بله آره که بیایم کامنت رو بخونیم و بگیم آقا برای چه برنامه های برای فصل بعدی داریم و بازی کس رو چجوری میخوایم ادامه بدیم اه... نه به نیاز به نظر شما هم خیلی داریم دهیم. برای آینده ای بازی که چیکار کنیم چکار نکنیم و اینا حالا میایم توضیح میدیم خدمت دهیم. دهیم هر سلامت باشید خداحافظ.